ما نزدیک درب ورودی خانه مارشال دوستم هستم. امرای طالبا چقدر وقت میشه فعالیت؟ ما 10 سال میشه. 10 سال که من بجای دستم مارشال دوستم که سر رفت فاریاب جنگ کرد، همون جنگ مقدس همون جبون کش مقابله کردیم. در قوانینی که پس از این امارت میخواه او را پیش داشته باشه، مانند من کسایی که اگر میخواه لباس بپوشه، چونی من فکر میکنم که این حریم خصوصیش هست، شما در این رابطه چی میگین و قوانین شما چی خواهد گفت یک اشخاص؟ شما خو عف کردین، اما مردم افغانستان که مثلا در بعض حادثات انتحاری طفل خود از دست داد، زن خود از دست داد، آدم های بیگناه در اینجا کشته شدن، اینی مردم هم باید شما را عفو بکنه یعنی؟ این خانه مقبول است؟ این خانه خانه جنگران صاحب چیست مقبول نیست. این دیگه عکس مارشال با تمام فرم و نشان و این پرتلا از همون دوری روسا نیست؟ بله. ما جان خود به فدای فرمان امیرالمومنین صاحب میکنیم. کردیم. ما هزارها شهید دادیم به دستور اونها. هرگز تو نمیشه که اونها عفو بکنن، اونها دستور بدن و ما بازور غداری بکنیم. خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. اگر که هر قدر شیرین باشه او خربزه لذت نداره، چرا که بکروب سریزش شده. گفتن جوانا شسشوی مغزی شده و یک تعداد تحلیلگرا طالبا را اقسم میخواند. بجاست؟ بله ما شستجوی مغزی شدیم. بله به نام خداوند. سلام، به گزارش امشب من خوش آمدید. یک عده از وطندارا پیام کرده بودند که خانه مارشال دوستم چور شده. اگر میتونین از اونجا گزارش تهیه بکنین تا ببینیم خانه مارشال چگونه است، در چه وضعیت قرار داره. ما نزدیک درب ورودی خانه مارشال دوستم هستم. چیز دیگه معلوم نمیشه، دروازهش چپه شده، دروازه زره و خلیته ها یا بوجایی که از گل پر بود به خاطر دفن نمودن مرمی، میبینین خاکایش تمامش باد است. یک عده خلتا هم تا هنوز باقی مانده. خاک زیاد معلوم میشه اینجا. این که خاک چرا در اینجا زیاد است، با وجود که اینجا را خیلی پاک و خیلی منظم نگاه کرده بودن، چون اینجا پیره‌دارا و گاردای مارشال دوستم در اینجا موقعیت گرفته بودن. بیاین پیشتر بریم. کسانی که مسئول هستن که میکنم هستن، امرایشان صحبت میکنیم که چقدر واقعیت داره خانه مارشال در چه وضعیت قرار داره، آیا کس مال حالشان برده نبرده، اگر برده کیها برده، حال کیها مسئول است در اینجا، کیها مواظبت میکنه و نگهبانی میکنه از خانه مارشال. السلام علیکم. چی حال احوال دارین؟ صحت شما خوب؟ خیریت هست انشاءالله؟ شکر الحمدلله. اینجا خانه مارشال دوستم است؟ بله ها، این خانه مارشال دوستم است. بله ها، اینجا کسی نظامی آدم اینجا هستن، تمام چیزی که سهمی در مارشال دوستم ها، چوکیش یا که مثال کسی موتر، هر چیزی که در بیاد موجود است، هیچ کس از جا نگرفته، کسی خیانت نکرده. گپی که میگن خانه مارشال چور شده،
ای گپا دروغ است. اینا دشمن ها کسی ای توطئه ها را می اندازه که مثال مجاهد نماد کسی اینا چور کرد یا چیزش گرفته، میگه ای دروغ است. این ما بیت المال است، ما مردم چیز هیچ چیزی ور نمی داریم، کلش موجود هستند. شما چه خوب فارسی گپ می زنین، از کدام ولایت آمدید؟ ما ولایت فاریاب هستم. نام مولوی محمد از طالبای ولایت فاریاب هستید؟ بله، طالب ولایت فاریاب هستم. بله. چقدر وقت میشه امرای از نظام است؟ ما امروز دیگه هم دیر روز آمدم، دین شب باشین. امرای طالبا چقدر وقت میشه فعالیت؟ ما 10 سال میشه، 10 سال میشه که من مجاهد هستم. مارشال دوستم که سر رفت فاریاب جنگ کرد، همون جنگ ها مقدش همون جبون کش مقابله کردیم. فاریاب کامد از کابل کامد جنگ میکرد، یک مدت خودش بود در جبهه، شما هم بودین در اونجا؟ بله بله ها، وقتی دوستم که رفت فاریاب یک طرف مارشال بود، یک طرف شما ما مردم بودیم. بله ما، بله اردوش از افغانستان. اردوش از افغانستان بود. بگی هر دوش از افغانستان بود. ما مردم که است در خاک کدام بگم که است تحریک یا که گپ از طرف خارج نداشتیم، به خاطر دفاع، به خاطر اشغال افغانستان ما جهاد میکردیم. نه اونا که است به خاطر کمک آمریکا جهاد میکرد، یعنی جنگ میکرد با امروی مردم دیگه. نه اونا دیگه شما به خاطر کی جنگ میکردیم؟ ما به خاطر جنگ میکردیم که افغانستان اشغال شده بود. شما به خاطر اشغال جنگ میکردیم؟ بله. اونا به خاطر کمک آمریکا جنگ میکردن. بله ها، به کمک آمریکا. تفاوتش نمی بود. تفاوتش بله همین بودن. افغانستان اشغال شده بود، به خاطر اشغال شدن افغانستان که هستن ما مردم در مقابل کسه آمریکا و کاسلیسو جنگ جهاد کردیم دیگه. یعنی هر کسی باشه که از خارجی طرفداری بکنه شما در مقابلش هستید؟ بله، هر کسی که باشه، هر نظامی که از خارج دفاع بکنه، خارج به اشغال بکنه، ما مردم کسا به مقابل دوستادگی هست میزنیم برای. ولی کسا این توطئه ها هست که مثال یا قماندانی یا ولایت یا کس جاهایی کسا مراکز نظامی بودن اونها را چور یا چپاور شده چیزهایش کسی گرفته، میگه این گپا بتکل دروغ است، همش در سر جای خود است. برای خود ما مردم اونها لازم است که ما مردم اینجا حفاظت میکنیم، استعمال میکنیم اونها. یعنی شما اینجا را نگاه میکنید؟ اینا نگاه میکنید؟ بله، اینا بتول همش نگاه میکنن، هیچ چیز کسی ورشه نمیتونه. تشکر. این دوستای دیگه از کدام ولایت اومدن؟ اینها فاریاب هستن، اینها من دیوالای ما هستن. میتونن امروی ما خود گپ بزنن، معرفی شوند؟ بله ها، گپ بین کامرایتون معرفی شویم. سلام، وقتتان بخیر. نام شما چی است؟ علیکم السلام، اسم راجی است، از ولایت فاریاب ولسوالی کوهستانات میباشم. چقدر وقت است که شما امرای اینا یا امرای طالبا فعالیت دارید؟ ما خودم تقریبا امسال پنجم است که در صف امارت اسلامی قرار دارم. الحمدلله هدف ما است که نظام اسلامی و شریعت اسلامی بعد 5 سال میشه. ولی 5 سال شده که در نظام در رأس. چند ساله است نام خودم؟ امسال سال 19 ام، بله 20 است که سال 20 ام. او عین از نوجوانی دیگه؟ بله، از سن 15 دم راست قرار گرفتیم. طبق چی که مدرسه درس میخونیم، باز از خود وقتای معین داریم که مثلا در چی وقتها در سنگر میباشیم و چی وقت مدرسه درس میخونیم. یعنی مدرسه خوانیم؟ مدرسه میخونیم. چقدر درس های دینی فرا گرفتیم؟ درس های دینی فعلا از کتاب های علم نحو بگم تا جامع و نورالامین. سخت از بازوا؟ بله، تا از اونا هسته دیگه. کتاب های مشکات حدیث و دیگه ترجمه اینا میخونیم. حفظ چطور؟ حفظم یک دو سه پاره حفظ از قرآن کریم داریم، اما خودم رشته خودم چی هست؟ درس هست، تعلیم هست. بسیار خوب. نیست. یعنی فعلا هم جریان داشت درس تا؟ ولی فعلا هم جریان داره که مدامی چند مدت که جنگ های مسافر شده این از خانه. مسافر داشته. خانه فاریاب است؟ ولی فاریاب است خانه. بسیار خوب. چند نفر برادر، چند برادر هستین در ما؟ خودمون در مکمل 10 برادر هستیم که الحمدلله برادران ما یک دو دانش مولایی هست، یک دانم مفتی هست، یک دانم حافظ هست، دیگه برادران هم کار خانه را میکنن. یعنی کسانی که در فامیل شما است اونا از دین آگاهی خوب دارن؟ همه اهل علم هستن، الحمدلله فامیل ما همه اهل علم میباشن. باز مکتب در مناطق شما است؟ بله، مکتب هست، قرار دارم. مکتب امکان دین در پلی که مدرسه؟ مکتب فعلا خودم امسال در صنف 11 هم هستم که امتحان دادم، امسال در صنف 11 هست. صنف 11. و تو پیش فکر میکردی که مکتب خلاص کنی، 12 رو خلاص کنی، باز بری امتحان کنکور بدی؟ و تو در فکرت بود؟ ای بله، این اندشه در فکر ما بود که الحمدلله در نظام اسلامی قرار داریم که بعد از اینکه نظام اسلامی که برپاشه و یک حکومتی عادل و نظام شریعت بیه، انشالله این فکرات در ذهن ما بود. چی دوست دارین بخونین؟ کدام رشته را بخونین؟ رشته ما علم دین است. بعد از اینکه دایی یعنی مکتب خلاص کنین، میخواین که در بخش دینی دوگام بخونین؟ شریعت در از اونها میخواین که خدمت بکنیم، یک عالم شوید. یک عالم میشیم. ولی تشکر از شما و امرای دیگه دوستان معرفی میشیم. سلام بر شما، خود معرفی کنین. من مولوی نورالله هستم، معاون قضای امارات شمال غرب از ولایت فاریاب. تازه امروز تشریف در اینجا آوردیم. امروز کابل آمدید؟ بله صاحب، امروز کابل. بعد از چند سال بعد کابل آمدین شما؟ تقریبا بعد از 12 سال میشه کابل آمدیم. حتما خی کابل دیگه رقم دیدین وقتی که تغییر کردنه؟ الحمدلله فتوحات صورت گرفت. پیش از اینکه جای اشغالگرا و
اجیرا در اینجا قرار داشته، اونها مانی آمدن ما در این شهرهای افغانستان بود. الحمدلله امروز شهرها آزاد شدن، در دسترس مجاهدین قرار گرفتن. همه مجاهدین امروز در تفریح و در گردش هست در شهرهای افغانستان. یک جای افتخار بر مسلمان ها هست. یعنی کابل نسبت به 12 سال پیش که آمدین آبادی زیاد شده؟ الحمدلله میبینیم که در نسبت به 12 سال حالا خیلی تفاوت داره و فرق کرده و بازسازی شده. اما از نظر ظاهر بازسازی است، از نظر معنویت تا هنوز من معلومات حاصل نکردم الحمدلله. ممکن است که از نظر معنویت هم خوب باشد، با وجود اینکه اشغالگرا و کسایی که ذهنیت و عقیده مردم را تغییر میداد، خدا کنه که تغییرات نیامده باشه. پیشتر مولای صاحب یک موضوع یادآوری کرد، گفت من از فاریاب هستم، 10 سال میشه گفت که در صف امارت هستم. همونطور است که من در حافظیم خراب از زمین روزا، اشتباه نگوین شما مرا کمک کنین. گفتن حتی در او جنگ که مارشال دوستم در جبهه قرار داشت، یک طرف ما بودیم یک طرف اونا بود، شما مطمئن بودین؟ بله سیوان، جنگ دوستم به امید ازی آمده بود که مناطق ما تصفیه بکنه. الحمدلله اون چیزی را که اونها آرزو داشتن الله تعالی اونها را سرنگون ساختن. از سرزمین ولسوالی خوج ناموسای که مربوط به ولایت فاریاب میشن، یک شکستی بزرگی را مواجه شدن، پس برگشتن به مناطق خود، دیگر یار نگردن، دیگر باز نامدن دیگر. اما تو سرصدا میکردن، آمده نتانستن، دیدن که دیگر امکان مقابله با مجاهدین به اهل دین نیستن. زمانی که مارشال آمد به جبهه و جنگ میکرد، وقتی که بچه شان یار محمد آمد، شما بودین اون زمان؟ چی زمان؟ یعنی من نمیفهم دمی اواخر یار محمد آمد در جبهه؟ در شبرغان آمدن اونا. شما شبرغان باز نبودین؟ نه در شبرغان ما نبودیم. پیشتر مولای صاحب گفتن که اونا آمده بودن به خاطر بیگانه ها جنگ میکردن با ما، یعنی به خاطر امریکا جنگ میکردن. بله ای در ایکوی اشی مسلم هست که حکومت افغانستان یک حکومت دست نشان بودن، اونها سلب الاختیار بودن، هیچ یکی از اونها اختیار نداشتن. به مشوره به دستور خارجی ها بالخصوص آمریکا، اونها ازش دستور میگرفتن، به فرمان از اونها کار میکردن. اونها هیچ یکی از اونها اختیار نداشتن. یعنی میگن یک سمبول بودن؟ یک سمبول بودن. جنگی از اونها، مبارزه از اونها به خاطر آزادی کشور نبودن، که صرف به خاطر اینکه اونها حفظ در قدرت و به دست آوردن دنیا و متاعی دنیا، اینهای جنگ ها را میکردن. مولای صاحب، ما در یک سن خرد قرار داریم، درست؟ و ما را اونا مثلا میگن که کسانی که در امارت هستن طالبا هستن، اینا فریب خوردن، فریب دگرا را خوردن. شما میگین اونا فریب خارجی را خوردن. حالا بالاخره ما چی میگه، در دو سنگ آسی آرد ماندیم. این چیزی معلوم است. من معذرت میخوام که اینجا سوالتان میگیرم. مرا و امسان ما دیگر را قناعت بتین، بگوین که چه رقم امکان داره که اونا سمبول بودن، آمده بودن به خاطر خارجی ها جنگ میکردن و شما به خاطر خارجی ها جنگ نمیکردین. گپ خوبی، سوال خوبی هستن. این آشکار هستن که 40 چند کشوری جهان آمدن که افغانستان اشغال بکنن، اونها در رأسشان بودن و این مردم زیر دست بودن. حالا شما امروز میبینید که سر تا سر افغانستان الحمدلله مجاهدین آمدن، اینها اختیار کلی را دارن. صرف جنگی از اونها، مبارزه از اونها به خاطر آزادی کشور بودن. اگر ما سمبول یک کشوری آخر میبودیم، امروز به رسم ما قرار میگرفت. از اونها مشوره میخواستیم. الحمدلله هر کار را که امروز ما میکنیم به اساسی اصول الهی و گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر چیزی را که الله گفته و رسول گفته، به طبق از اون ما کار خود را پیش میبریم. از هیچ منبعی، از هیچ کشوری و از هیچ شخصی ما مشوره نمیخواهیم. صرف مرجع ما قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. و چیزی که شما میگین که اینها سمبول هستن، یک تبلیغات هستن. یعنی که میگن که طالبان فریب خورده هستن، برازمون مردم بگوین یک چیزه. پیام ما به مردم همی هستن که یک تبلیغاتی است که میگه فریب خورده هسته. اگر واقعیت شما مسلمان هستین، افغان هستین، بیاین با هم یک جا بشینیم، کشور خود را یک کشور مستقل، آزاد، از هر نظر استقلال پیدا کنیم، استقلالی فرهنگی، استقلالی اقتصادی، هیچ محتاج به کشور آخر نداشته باشیم. امروز هم اونها دستش به خارج دراز هسته که صدا میزند که ما به خاطر تو این کارا میکنیم، اون کارا میکنیم. این گپ‌ها همش دروغ هسته. صرف این کارا به خاطر این تبلیغات را به خاطر این میکنه که باز بیا به سر قدرت شود و پول را به دست بیاورد. اگر کشور به هر چیز مواجه شود، اونها در فکر این حرف نیستن. بسیار تشکر که
خوب کس را به ما نشان دادین مولوی صاحب، کم تو گپای میزنن که تو با آشیا نمیرن سر اصل گپ. شما خو انشاءالله فرصت دارین که دیگه سوالام بکنیم. اینمی سوالایی که مردم مرا گفته که اینمی سوالا را پرسان بکو. ما در بعض جایا که میرفتم کسایی بودن که در سطح پایین مثلا قرار داشتن، اونا مسئول نبودن مثل شما وره. بله. که من میگفتم از اونا نمیشه ما پرسان بکنم، به خاطر که نه اونا صلاحیتش داره بگوین و نه شاید اونا اونقدر در سیاست امارت بفهمن. کمتر باشه. شما معاون سمت شمال هستید؟ قضای شمال غرب. معاون بخش قضایی شمال غرب. بله صاحب. بسیار خوب، شما مسئول هم هستین. خوب است. یک موضوع دیگره که اوازه ها آل سوشال میدیا برامده، فیسبوک است و تویتر است و امی دست به دست میشه، اما بازار کس را پرسان میکنی آیا این واقعیت داره؟ میگه ما شنیدیم. امروز میخواییم که از خودتان پرسان بکنم. میگن که طالبا در بعض ولایات که رفتن اونجا را که فصل کردن، دولتی ها را که میکشیدن، باز موضوع دخترای جوان و موضوع خانمایی که بیوه میبودن اینا را به خود نکاه میکردن. این گفت چقدر واقعیت داره؟ یک تبلیغاتی سوی دشمن هستن. اونها به هر قسم میخواهد که مقابل خود را بدنام بسازد، بدنام میسازد. بالاخره جنگای رویارویی را کردن، نتانستن، اونها فلج شدن، ناکام شدن. حالا میخواهد که به همین تبلیغات و مخالف خود را بدنام بسازد و مردم را با خود سوق بدهد، باز وارد جنگ شود. این گپایی که مردم گفته اصلا اساس ندارد، کلا دروغ هست. الحمدلله مسئولین امارت اسلامی و مجاهدین همه سر و جان را به خاطر ازی فدا می کند که دفاع از ناموس افغانی ها، دفاع از حیثیت و آبرو عزت افغانی ها به خاطر این مبارزه می کند. مبارزه از اینها به خاطر از این نیستن که اینها به قدرت برسه، به عزت برسه. اگر شما بگین شما امروز مبارزه کردین، پس بیاید در خانه ها خودتان بشینین، مسئولیت را به کسی دیگر بدین. نه، ما مبارزه کردیم، این کشور را آزاد ساختیم، حالا می خواهیم که در رأس امور باشیم که پس این کشور در یک فاجعه بزرگ کشیده نشود. باز هم همون فساد سابقه، همون مشکلاتی که سابقه در کشور بوده باز باقی نماند. از کل گپایتانی معلوم میشه شما میگین که در جبهه ها دشمن که دولت گذشته بوده، میگین اونا شکست خورده، حالا میخواین جنگ تبلیغاتی بکنن. هدفتون همین است؟ بله. آن جنگ تبلیغاتی اساس نداره. و موضوع دخترای جوان و خانما را که گفتم، ای اصلا درست نیست. نه درست، از بی اساس است. از نگاه اسلام چقدر ای گپ نادرست است؟ یک شایعات است، یک تهمت است دیگه. یعنی در تضاد با اسلام قرار داره میگه؟ 100%. این چیزی که اونها میگه اساس نداره. پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باید از تهمت و از چیزها خود را محفوظ بدارید. یک دسیسه غرب هست که به توسط همون افغانای خود ما این چیزها را در بین مردم پخش میکنه، میخواهد که مسلمان ها را. یعنی میگه این در افغانستان از طرف هیچ طالبی کار صورت نگرفته؟ اصلا صورت نگرفته. اساس اگر احیانا از طرف کس صورت گرفته باشه، در محکمه شما کدام جزایی برش است؟ بله، محکمه ایمان یعنی چیزی را که الله گفته و رسول گفته و سر از او تطبیق میشه. محکمه شما دیگه میگین امو شریعت هست. یعنی محکمه ما و شما ندارد. شما مسلمان هستیم، ما هم مسلمان هستیم. یعنی چیزی را که قرآن گفته به اساس از او بر از او سزا تعیین میشه و اونها را جزا داده میشه. خیلی تشکر که به این سوال ما را هم جواب دادین. این حال سوال های ساده دو دانه سوال دارم. امی لباس ما چه رقم از به نظرتان؟ لباس شما خب از یکی تمایل نفسی، خواهشات نفسی هست. یکی که خود را با طبق گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله خود را برابر کردن هسته. به اساس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی باید یک مسلمان باید هیئت اسلامی داشته باشد. یعنی پیامبر چگونه لباس پوشیده، چگونه مثلا واسکارت یا چیزهای دیگر پوشیده، با همون هیئت خود را بسازیم. اگر با این گونه اگر لباس هم بتن شما باشد، اگر عورت شما پوشیده باشد، باز هم گجام گناه فکر نیست. میکنین که عورت ما پوشیده است؟ پوشیده هست، اما خلاف سنت شما کار کرده. خلاف سنت. بله صحیح. در قوانینی که پس از امارت میخواه او را پیش داشته باشه، مانند من کسایی که اگر میخواه لباس بپوشد، چونی من فکر میکنم که این حریم خصوصیش هست. بله. شما در این رابطه چی میگین و قوانین شما چی خواهد گفت با یک اشخاص؟ در این باره گجام فکر چیزی نداره امارت که لباس مردم چگونه باشد، فقط همین قدر باشد که عورت از اونها پوشیده باشه. دمی چند روز در فیسبوک ها دست به دست میشد که کسی لنگی به سر داشت و مردم میگفت که طالب است. این حال او آدم
صحیح شناسایی نشده که واقعا طالب بوده یا کس دیگه بوده. بله. یک بچه‌ای که پتلون در جانش است و میگیره در جوی آب کثیف پایین میکنه که تو چرا پتلون پوشیدی؟ این کار فکر از طرف امارات دو همچین چیز دستور نشده که پتلون کسی را بیرون کنه در آب بندازه. با اونم پتلونش گفته بود داخل جوی پایین شو که پایین شده خوب کثیف شده پتلونش پس گفته برو دیگه این حاله. او که یک کار شخص باشد و کاری دستور از طرف امارات نیست. یعنی کار امارات نیست. نه این چیزی از کاری از امارات نیست، همچون دستور از طرف امیراج دست. یعنی موضوع سوء استفاده. بله شاید ممکن است که به می کار بعضی مردم ها را تکلیف بده و یک مشکل در جامعه ایجاد بکنه. چند روز شما ببینید به خاطر یک بعضی از کارهای جزئی چقدر مشکلات در جامعه خلق شد، الحمدلله به زودی مرفوع شدن. این مسئله ری شما بگوین باز دیگه بس است. ببخشین ما معذرت میخوایم، این سوالای مردم است، ما خو مجبور هستیم دیگه. این توسکی ریش که یک سنت پیامبر سلام است، گذاشتن از واجب است. کسی که ریش را اگر قطع میکنه میگیرد، یعنی خلاف سنت، خلاف واجب، یعنی ترک واجب را میکنه، یک گناه است برش. اگر ریش گذاشته شود، شما تمسک عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کردید، خود را تابع ما شما الحمدلله میگیم که پیامبر پیشوای ما هسته. چیزی را که پیامبر دستور داده بود به دستور از او عمل بکنیم. خلاصه عمل کرد یعنی قطع ریش، خلاف سنت، گذاشتن سنت، ترک واجب هستند. بله سه. از طرف امارت کدام عکس العمل در این رابطه؟ یعنی امارت همه مسلمان ها را دستور می دهد، چی ملا هست، چی انجینر هست، چی رسانه ها هستن، یک توصیه می کند، توصیه برادرانه. باید همگی من، هر کسی که مسلمان هست که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، چیزی را که الله گفته و رسولش گفته باید او را عمل کرده شود. مولای صاحب لحاظ منظور شما را فهمیدیم، یعنی یک امارت یک چی یک دستور قطعی دارد حتما گذاشته شود؟ نه، چون این دستوری تانوز از طرف امیرای ما صورت نگرفته، هر کسی ریش بگذاره یا نگذارد گجام حریم خصوصیش است، لایحه خاصی در این مورد نیامده، اما بهتر برای مسلمان همی است که ریش خود را بگذارد، حیات اسلامی را به خود به وجود بیاورد. من تشبه به قوم فهو منه، پیامبر سلام میگه هر کسی خود را مشابه قوم ساخت پس از اون قوم میشه. بالاخره صحبت های تان شیرین از دل میشه دیگه، هم سوال کنم دلتان دیگه اجازه می اگر خسته شده این بس است، اگر نه خوب است قصه کنیم یک ذره و این مردم هم در چشم گوش مردم باز شوه که شما چی گفتنی دارین. هر کس هر چیزی که میگه شما منحیث یکی از مسئولان خیلی برجسته گپایتون میگین. خب گپ دیگه ما این بود که مولوی صاحب امی عبادت زور است یا شوق؟ هدف ما این است که مثلا اگر میگه که الان نماز تا بخوان یک قمچین سرش باشه که وضو کنه نماز بخوان، این خوب به زور عبادت کرد، اما این که اگر خدا را میشناسه، حکمت های خداوند را میبینه، رحمت خداوند را میبینه، این که زمین و آسمان و مخلوقات را به وجود آورده شکرانگی ادا میکنه، اینجا میشه من فکر میکنم یک عشق و یک شوق، به شوق عبادت میشه. اینا کدامش درست است به نظر شما؟ متوجه سوال شما شدم، یعنی شما میگین کسی که اگر شوقانه نماز نمیخونه باید او را بزور اجبار کرده نشود. بلی. اگر امروز ما میبینیم یک نفر کار بد را انجام میدهد، مسئولین اسلامی یک وظیفه وجیبه اسلامیش که کس را اگر یک منکر را ببیند باید مانع از او شود. من را آمین که منکرم فلیغیر بیدی. پیامبر سلام میگه اگر کسی شما یک کار بد را ببینید با دستتان نگذارید که کار بد را انجام بدهد. لحاظا یک امیر مسلمان ها، سرپرست مسلمان ها وقتی که امت خود زیر دست های خود را میبیند در یک خلاف روان هسته، او مجبور هست که از طرف پروردگارش دستور شده اونها را از این کار مانع بسازد. اگر مانع نسازد روز قیامت الله تعالی از او پرسان میکنه کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته، به مثلا هر یکی شما چوپان هستید و از اون چوپان روز قیامت پرسان میشد که چگونه شما چوپانی کردین، رعیت خود را چگونه نگاه کردین؟ اگر نماز نمیخونه، روزه نمیگیرد، دزدی میکند، لحاظا خلاف اصول کار را انجام میدهد، همگی اینها روز قیامت از مسئولین سوال میشه. به اساس اون مسئولیتی را که الله برش داده، به اون اساس کسی که نماز نمیخونه باید میگه نماز بخون.
متوجه ساخته شود باید نماز بخوان. اگر روزه نمیگیره متوجه ساخته شود که روزه بگیر. لحاظ اگر دزدی میکند مانی دزدیش میشه، اگر اختطاف میکنه مانی اختطافش میشه. یک مسئولیتی است که از جانب الله برای ناسپرده شده. این به این معنا نیست که کجام یک اساس دشمنی شخصی با اونها داشته باشد، یک مشکلی با این مردم داشته باشد که اینها را چرا مزاحمت بکنه. شما میگین یک مسئولیت دینی است، یک مسئولیت دینی که از جانب الله برای اینها تفویض شده. طالبای امروز تا طالبای دور گذشته که آمده بودند چقدر فرق دارند؟ الحمدلله فرقی در بینشان نیست. اونها مقصد اونها و مقصد اینها همگی یکی بودند. متوجه شدن نشدین؟ هیچ فرقی در بینشان نیست. در سیاستشان کم تغییر میگه نامده؟ ممکن است در نظر شما در سیاستش شاید تغییر باشد. ممکن است. من نظر ندارم مقصد. از شما میخواهیم پرسان بکنم. در نظر من گوجم فرقی نیست. الحمدلله اونها مجاهدین مخلصین بودن، اینها مخلصین. امشب استانگزای صاحبم گفته که زنها میتونن تجارت بکنن، زنها میتونن درس بخونن. بله یک موضوع دیگر هم گفت سیومش. هر کار را بکند به چوکات شریعت اسلامی. اگر بیرون از او قرآن وقت اجازه نداد، پیامبر خدا اجازه نداد، ما که اجازه دا نمیتونیم. اگر اجازه خلاف شرع داده شد، حتما روز قیامت مسئولین سوال میشه که چرا خلاف اصول من اجازه دادی؟ شما هم باید وجدان هر مسلمان که چی زن هست چی مرد هست، وجدانی از اونها باید اجازت ندهد که خلاف اصول باید اونها کار بکنه. یک سوال کمک کلان است. من میخواستم این از بزرگا پرسان بکنم، اما امروز که شما اینقدر خوب گپ میزنین خوب است از شما پرسان میکنم کدام وقتی که در داخل استودیو یکی از بزرگان امارت را با خود داشتم از اونها هم پرسان میکنم. همین یک تعداد مردم گفت از طالبا بپرسن که شما خو عفو کردین. کسایی که ترجمان بود، با خارجی کار میکرد، در دولت کار میکرد، خون طالبا ریختانده بودن، این کارا کرده بودن، ما شما خو عفو کردین. اما مردم افغانستان که مثلا در بعض حادثات انتحاری طفل خود از دست داد، زن خود از دست داد، آدمای بیگناه در اینجا کشته شدن، اینی مردم هم باید شما را عفو بکنه؟ یعنی این چه رقم یک موضوع است؟ یعنی اونهایی که هر کار را انجام داده عفو کو صورت گرفته. بله. امارت اسلامی از طرف امارت عفو صورت گرفت. کسایی که بزد امارت بود، بله، اینی مردم بیگناه که میگه در عملات انتحاری مثلا یک وزارت یا یک والی یا یک وزیر یا قمندان امارت تصمیم داشت کورا از بین ببره، در اونجا آدمای بیگناه کشته شد. این حال اونو مردم هم میگه اف نیاز است که از اف بخواه امارت از اونا، یعنی اینو از والی ها، یعنی اونایی که کار کرده. متوجه شدیم؟ متوجه شدیم در سوال شما. یعنی اونایی که کار کردن، یعنی منظوری اونایی که کار کردن منظورش این نبود که نه مولای صاحب فکر کنم برداشت نشد. اینمی آدمای بیگناه مثلا یک بچه یک میرفت مکتب، اونمو کسایی که کشته شدن اونو فامیلای از اونو باید عفو بکنه امارت، یعنی اونا منظوری امارت نابودی از اونها نبودن، منظور امارت نابودی دشمن بود. لحاظا اون روزی که متجاوزین در افغانستان تجاوز کردن، برای مرد و زن فرض بود که علیه از اینها بلند میشد جهاد میکرد. هر مسلمانی که در کنار از اونها استاده هست اونا گناهکار هستند. لحاظا به اساس گناهشان خودشان در این عذاب گرفتار شدن. و ما اصابکم این مصیبت فبما کسبت ایدیکم. همین طفلک که مکتب میرفت اینام شامل بود؟ پدر مادرشان است. یعنی گناه پدر مادرشان؟ گناه پدر مادرشان است که در کنار اینها استاد شدن که سبب نابودی از اونها شدن. اگر مجاهدین منظورش نابودی از طفل مسلمان میشد، یا یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان میشد، اونهایی که در کنار از اینها نبود اونها را نابود میکردن. پس منظور او بودن. وقتی که در کناری از اینها خود از اینها ایستاده شدن، یا در همسایگیشان یا هم در کوچگیشان، پس به لحاظ این گناه خودشان هست. یعنی اینا لازم بر درخواست عفو نیست، چون که گناه خودشان بودن، خود را در عذاب گرفتار کردن. پس به او خانواده ما میگیم که اونا میگن که طالبا یا امارت. من متوجه شدم جا. یعنی اونها اگر خدا بگه چرا کافرها در کشورتان تجاوز کرد، چرا جهاد نکردین؟ اونها در حال گناهکاری هستند. اونا باید از خدا پوزش بخواهد. ای خدایا این فرض را که بر ما کردیم ما از انجام ندادیم. اونها باید از خدا معذرت خواهی بکند که گناه کبیره را کردن، که جهاد را ترک کردن. یعنی مثل که در وقت تجاوز کفار، مثل که بر هر فرد مسلمان نماز فرض است، جهاد هم فرض است.
یعنی امارت از او خانواده او طفلک که کشته شده مزرعه‌ای قرضدار نیست. نه، چون که اونها گناهکار خودشان بود. خودشان فامیلشان گناهکار هستند. مقصر امارت نیست، خودشان هست. چون که در کناری از اون اشغالگرا و از ایران از اونها قرار گرفتن، لذا عذاب الهی که آمد باز همه را نابود میکنه. تر خشک میره. عاد مثل اینکه شما نگار میگه خشک به خاطر خشک تر میره، خشک نیست. یعنی تر خشک به این معنی اینها هم گناهکار هستند دیگه. در زمان های پیشین شما نگاه بکنید، اگر تاریخ اسلام را مطالعه کرده باشین، عذاب الهی که آمده ایده از مردم مسلمان مؤمن بودن و ایده ای که نافرمان بودن، وقتی که عذاب آمد همه را نابود کردن. یعنی عیناً همین هستن. اونها چرا نابود شدن ایده دیگر؟ چون که اونها را مانع منکراتشان نشدن، عذاب آمدن، الله تعالی اونها را نابود کردن. اینهایی که در کنار مزدورا و جیران آمریکا ایستاد بودن، چگونه یعنی وجدانی از اونها اجازه دادن که در کنار از اونها باشد؟ ولی ها عذاب آمد، اجیر هم نابود کرد و کسایی که دبودنش اون هم نابود شدن. خیلی تشکر. اما با ما اگر شما وعده میکنین کابل خواسته. بله انشالله کابل هست. یک روز دیگه هم میاییم قصه میکنیم. باش انشالله در خدمت هستیم. تشکر. که زیاد نشه که بر ادامه بتیم کمی دیگه هم. خب یک کمی دیگه هم ادامه میتیم. اینا خواستن همگی هست. با هم اگه گپ میزنیم. مارشال دوستم را از نزدیک شما دیده بودین؟ نه ندیدیم از نزدیک. هرگز. هرگز از دور دیدیم. دوستم نداشتیم که از نزدیک ببینیم. چون که یک انسانی که خائن هسته، او را دوست نداریم در صورتی از او نگاه بکنیم یا شایق صحبتی از او باشیم. از اول دوستش نداشتین یا اینی سیاستی که مارشال؟ یعنی منظوری ما دوست نداشتن از او به شخص ذاتی از او کجام دشمنی نداشتیم. به اساس اعمال ناشایسته ایش که چی دوستم هست، چی اشرف غنی هست، هر شخصی که است در این کشور خیانت کرده، ملت را تباه کرده و مزدوران و اشغالگران را زمینه را برش مساعد کرده که در افغانستان آمده، فرد فردی از مجاهدین از اونها بد میبرد و دوستم نداره که با اونها ملاقات بکند و در صورتی بدی از اونها نگاه بکند. تشکر. میشه طرف تعمیرها بریم؟ میریم همون طرف میریم. و دوستا نگفته نمونن شورای ولایتی کابل حزب جنبش ملی افغانستان، دفتر مرکزی حزب جنبش ملی که در رأسش مارشال دوستم بود و بعد از اونا فکر میکنم که پسرشان باتور دوستم در رأس قرار گرفتن، اونا بودن و این رای تلویزیون خصوصی به نام آینه هم است که از دیر زمان نشرات داره. یعنی من فکر میکنم که اولین تلویزیون خصوصی در سطح افغانستان اولین بار اینا فعالیت خود آغاز کردن پس از تلویزیون ملی افغانستان. اما طرف میریم که اینا میگن هیچ چیز از جایش به جای نشده، اما یک تعداد شما که گفتین که تلویزیون چور شده و خانه چور شده و به چشم سر اگر ببینیم خوب است. سلام، من اینجا را زیاد بلد نیستم. یک اولی شانم فکر میکنم اینجا بوده. داخل اگر میرین اینجا داخل اینجا را ببینیم. خوب است بیاین. خب درست است. کجا را میتونیم ببینیم دیگه؟ اونجا میتونیم بریم؟ خب اینا را خب میبینیم تا که نماز میخوانن. خب اینه می جایه را می خانه را یک چند جایه نشان ما بتین؟ خب بسته است. بسته است؟ خب کجا باز است اینجا؟ اینجا خونه چیز جناب دوستم میبینی؟ میخوایی که ببینی؟ بله 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 بله. اجازه بگیریم؟ اجازه بگیرین؟ اجازه خوب است، اجازه بگیرین که
این موتر از مارشال است؟ بله. چند موتر از اونا مانده اینجا؟ فعلا خو سه دانه است اینجا. سه اراده موتر است؟ بله سه اراده. و موترش از جایش هم شور نخورد؟ نه شور نخورد اصلا. اگر هستم استفاده میکنه خود مجاهدین دم دور اطراف نزدیک ولی دور برده نشده. من حیث خیلی شما نزدیک به نگر کدامتون بازگفت میزنه گفت بزنه. من حیث یک عضو امارت این خانه اگر من سوال بکنم که این خانه مارشال دوستم بود یا خانه مارشال دوستم است آلام است؟ بله فعلا هم کسی از خود مارشال دوستم هست بخاطر از دید شما هم از زفت و ایگپا خونه نه ایگپا نیست اصلا خانه کسی که مثلا خانه شخصی داره هر کسی که از اعضای افغانستان هست خانه شخصی داره او از خانه از خودش هست قدم شما چطور خیمه باشین اینجا؟ ما به خاطر که اگر بالفرض بقول فعلا که آمدیم مثلا یک رهبری مثلا دولت خود می گرفت و بالاخره به می حیث که ما مردم ما اینجا هستیم میبینیم اگر زمینش مثال کسته از خودش شخصیش باشه او خو به تعلق خودش هسته اگر میبینیم که زمینش مثلا از اماراتی هست یعنی دولتی هست او باز به مردم تعلق میکنه خب یعنی شما هیچ چیز از جایش به جای نه به جای نمیکنیم مثلا نکردیم ما نمیکنیم خب تشکر میتونیم بریم داخل گفتن گفتن میریم بیاین با ما یک جای چه یک سالون مقبول است این سالون دو طرف بزرگیش هست این طرف هم مقبولیش هست و یک گشت بکنیم اینجا باز پس بیاییم خوب است بیاییم کمی سالون ببینیم این سالون خیلی مقبول هم جور کردن خب این خوب است شما هم استفاده کرده میتونید الحمدلله بخیر کسی و اینجا هم عکسای شما تا هنوز غرض نگرفته نه کسی گپ نزده هیچ کس تر اجازه هم نداره که گپ بزنه کس اجازه نداره که شورش بده فعلا همینطور میباشه خود مارشال دوستم است و یار محمد است فکر کنم پیشتر میریم این دگاهشان سعی میکنیم مارشال دوستم و دکتر عبدالله و این عکس ها من فکر میکنم خارج از افغانستان گرفته شده باشه داخل افغانستان؟ خارجی هستن خارجی هستن خب خود مارشال است در بین اردوغان است کسایی را که ما میشناسیم این دو نفر هم میشناسیم فکر کنم امیر خودتون بگوین برای ما فعلا انشاءالله که شما میبینید در داخل ساحه هستین اگر کسایی که از بیرون گفته به شما که مثلا خانهش چور کرده چه پول کرده خدای نکرده هیچ گپی نیست نه هر چیزی که شما خودتون مشاهده کردین نه چور شده نه چه پول شده نه میشه این هم شکلی که میبینید همین شکل انشاءالله از شکل سابق یعنی امانتدار خوب است امانتدار خوب است ان شاء الله خب تشکر مایارا که برگشتیم باز میبینیم از یک سر بریم ای موضوع امانت ها گفتین ما در میسون 3 و 4 خوانده بودیم امانت ها نه؟ گفتن که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که امانت ها خاک خیانت نکده خب السلام علیکم کاکا چطور هستین؟ خوب هستین انشاءالله فکر کنم شما از وقت هستین همیجا نه شما نمومد اینا نمومدن خب نمومد بله از کدام ولایت آمدید؟ ما از ولایت فاریاب آمدیم از ولایت فاریاب بله این خانه مقبول است؟ این خانه خانه جنگرال صاحب چیزی مقبول نیست خانه مارشال بله مارشال جنگرال صاحب درش دوستو شما اینجا کار دارین دیگه من کدام وظیفه باشم ما وظیفه ما همیسته که در 34 لد اول نفریم دویم نفر نیستیم بخ خداینه 41 سال میشه ما مجاهد دندان شکن هستیم 41 سال ریش سفید باشه اینم تو دل زنده باشه دل زنده باشه یک 18 برجم پله یکم دیوار بودیم 18 برج بله خیر ببینین زنده باشین درکی طالب تقریبا 25 سال 26 سال ما خدمت تحریک طالبا تشکر ببین کاکای طرف خیلی کم تو یک جای ببینیم مارشال دوستم و اردوغان ازبکی هم صحبت میکنیم باز خاطر از گمه شمول باشه خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب شما باشنده اصلی کدام ولایت هستیم؟ ما باشنده ولایت فاریاب هستیم از ولایت فاریاب ازبک ازبک هستیم بله
ما در اینجا آمدیم خانه مارشال صاحب دوستیم. ما هیچ خواه استی بزر شوری کلدی و بیرد یکه توردی هیچ خراب کنه بزر. مارشال صاحب تا همه نرسست عکس مال همه جنسلارت سیت سالم تاختبد. هیچ بزر همه شمول و همه اخوان برگه مشترک بار بزر شورگه. انشالله بزر خدمت که بزر شورگه. تشکر از شما. ما یکان ذره شوخی دارم، من نمیفهم بکنم اجازه است؟ اجازه است، اجازه. این مردم ازبک و ترکمن ما زیاد قابلی میکنند. آه قابلی. اونه در آباد هم میباشند، شما لاغر ماندین، چرا؟ خاطری که ما مردم که هستیم روغن هم از روغن های زغر. ما مجاهد که هستند کوها میدویم، موترسیکل غرغرغر کده میگیم، موترسیکل ما را میرم دیگه. ما موترسیکل ها را بره و آدم لاغر میشه. تشکر، تشکر. میریم پیش کاکا، پیش میریم، دیده میریم. اشرف غنی احمدزی و احمدزی و مسعود، برادر احمد شاه مسعود و مارشال دوستم. این سه چهره رو من میشناسم، اینو شما هم میشناسین دیگه، من چی کلام کاری کنم. خب پیشتر میریم. خب اینجا بخش جوان هاست دیگه، فکر میکنم که از اینجا من میشناسم، باتور دوستم، مارشال دوستم و یار محمد دوستم. این دو نفره که در دو طرف است، اون بچه‌هایش هستن. خب من نامایشان رو نمیفهمم، مرا ببخشند کسایی که بیننده ما هستن. اینجا چی هست؟ اینجا مارشال، اشرف غنی، احمدزی و سرور دانش. دیگه‌ایش خب جنرالایی است که ما نمی‌شناسیم. این چیست؟ سرور دانش است. سرور دانش ها، معاون دوم ریاست جمهوری که بودن. و فکر میکنم که سید منصور نادری، اگر اشتباه نکنم، پدر فرخنده نادری، اگر اشتباه کردم مرا ببخشید. خب مارشال، باتور و اشرف غنی. خب اشرف غنی است، چریش یک ترکمن آور آمده؟ من نفهمیدم. خب این دیگه عکس مارشال با تمام فرم و نشان و با تمام گپایش. با تمام گپایش. خب این دیگه هم دوره جوانی. دوره جوانی شد که اینجا عکس گرفتم. جوانی هم بهاری. این دیگه فکر میکنم در این سن شاید چاپ اندازم بوده. در وقت چاپ اندازیش است. بین کسا کس هست که از جوانی بشناسه مارشاله؟ در جوانی دیده باشه؟ نه دیدن. در جوانی که بودن. خب شما به این رقم تا هنوز غرض نگرفتین؟ نه غرض نگرفتیم. و خود تاپی یا لوگوی حزب جنبش ملی افغانستان و تلویزیونشان هم خوب تلویزیون کلان است. این چوکیایشان است. می نشست و چی میکرد؟ جلسه برگزار میکرد داخل سالن. الحمدلله اجازه هیچ کدام کار دنگ داده نشده که. و هیچ شی شخصیش کس دست داده نمیشه طرف امارات. یک کس مول شخص عکسایش و دیگه شیهی که در داخل خانه داره. فقط شما نگهداری میکنید؟ فقط در همین جا آمده مثل نگهبان باری. پنج وقت مجاهدین نونشون نمیخورن. دیگر به هیچ کاری گلخانهش هم میتونن مثل سابق باریسته دیگه سالان و دیگه اتاق خواهی. هیچ تغییر نامده؟ الحمدلله هیچ تغییر نامده. صرف ناشناس برای ناشناس یک عکس خراب شورم تعدید قرار گرفتم و جایید کسی نفهمیده کدام یک عکس خراب کرده. دیگه متباقع عکس های تصویراش که میبینی شما الحمدلله هیچ تغییر نیست که تغییر بکنه. تشکر شما. بین که اینال بریم آرام آرام پیشتر. ای داخل خانه ایش هستن که حرام سرا کسی اجازه نیست که داخل بره، اما چیز امن است. ای در بند لامپاش روشن، حتی شما هم نمیرین داخل. نه نمیرم، بند هستن، اجازه نیستن. یعنی میمخونه هاشن چی هاشن و مجاهدین همینجا نانش هم میخورن، همینجا استراحت شون میکنن. بله بله داخل هم بره. بله اینم قدر امن است. و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. ای پرتلا از همون دوره روسا نیست؟ بله ای بیا بسیار محکم محکم هستن؟ محکم هستن بله خاطره میگه میکنم از همون غنیمت های مجاهدین هست؟ وقت مجاهد هستن بله غنیمت های مجاهد هستن بله. غنیمت های مجاهد. شما باشنده کدام ولایت هستین؟ مردان وردک. پختو خبری کردی؟ ده میدانه که ده وردک کنه؟ ده وردک کنه. ده کم کلی نه؟ ده جغتونه. جغتو ده خواه از آره ورون سر تاس نزده هستی کنه؟ خیروسی. و ایجا بخش مایی خانه و چی مایی هست؟ همه زنده هستند. نگهداری میکنیم، بخواباری میکنیم مایی ها را.
غذایش میتیم، تبدیل هوا میکنیم، تبدیل هوایش تبدیل میکنیم، رسیدگی میکنیم که تا مسئولش بیاید ما تبدیل کنیم مسئولش. خب مسئولش اومد ما خبر کردیم مسئولش بعد بیا خبر دادین برش. بله خبر دادیم. یگان یگان روز میایم با خبر. خاطر مویو اگر یکم وقت برقم بره به خاطر مویو جلاتو روشن کرده میشه که شما هم روشن میکنین به خاطر مویو جلاتو روشن میکنیم که مویو خراب نشه دست نره. امانت داری دیگه یکی از امو کاکگی های هر مسلمان است. دقیقا صد فیصد. میتونه که در گلخانه بریم. اینجا گلخانه است. این طرف هم میتونه یک دفعه چی بکنیم که داخل بند است، اجازه نیست؟ آه داخل نمیریم، فقط گلخانه را میتونیم ببینیم؟ بله بیا برو، خانه مارشال کلش پاک است، هیچ حاجت به چپلق هم نیست، بعدم خیر ما یکی را میپوشم. چیه گلخانه مقبول است؟ بالام جای است؟ بالا کل کرناشته، این همه شما این منطقه را چی کنیم؟ از اینی طرف بگیریم تصویر که تصویر این منطقه که هست گلخانهش هست، الحمدلله مسئولی که در گلخانه مسئول است همه روزانه می و این را میبینه و بالاخره آبش رو تمام شده رستگی میکنه. خب چی گلای است والا، کاش که اون مسئولش زود کده بیای یا این مارشال صاحب اگه ما را میبینه اجازه اگه میتین که ما دیگه در بیاییم گلدان گل ببریم. آه دیگه ولی انشالله مارشال صاحب هم سخی بودن، آدم سخی بودن میته انشالله با شما. میریم تا کجا گفتین میریم؟ چی یک بوی ایست؟ چی کده بین داخل بین یه راه خب این طرف تا خوده اگر بالا بریم خوبش میایه اگر اجازه باشه کمی بالا بریم میریم شما چطوره؟ در بخش کی گل شناس از در بین شما؟ گلا که هستن که شناختار مشکل است. من دنیا گفتی که ما در کوه دشت بودیم گلا را دیگه چی دیدیم؟ گلا را زیاد ندیدیم. فرق میکنه گلایی که اینا از خارج آوردن اینا فرق میکنن. گلایی که ما داریم مرسل است که دیگه گلا های گل مرسل خب یکی در افغانستان زیاد گل گلاب است دیگه گلا هستن گل شبنم است گلا ما داریم. ولی گلایی که فعلا اینکه حاضر هستن این گزارش یک بهانه خوب شد که خانواده مارشال صاحب میتونه ببینه که گلایشان آمد ها در هم کرال عدل هم در هم نرسیسی گلخانه لرنه بچه‌لر سو بیرده و همه نرسیسن نظارت قلده اشکر اوی لرگه اشکیم نه قیاخ که برادم اشکر اوی دیگه داخل برده یا خدا ناخذ برای نرسیسن بیجا تیر بسته بله گلخانه لرده دیگه مناشه که مجایدلر بار همه نرسیسن محافظ قلده لر براش نگه بازر ایش مشکل بر هر اقوامیه به همه هر ملت که بو وز وی شخصی سیده که بلانتان بزا شخص مالگه هیچ خدا نخواسته زیاخته نیت مجاهد امارات اسلامی که هستن انشالله به همه اقوام احترام دارن به همه جنرال ها و سای منصب ها و ارگان های دولتی همه را حق را اقوام شخصیت شما احترام داریم انشالله به احترام دیگه ما مردم مشکل ندارم دیگه وقتی که امرا که هر چی کردن انشاءالله ما احترامش هستیم اطاعت میکنیم از امرا تشکر گلخانه واقعا مقبول است که شما هنوز امیره ای رقم نگاه کردین از بابت امانت داریم از شما تشکری میکنم سلامت برین. این دوستا کمرای ما گپ میزنن یکی تان باشین کمرای ما معرفی بکنین. سلام به همه، انشالله که خوب هستین. از کدام طرف شروع بکنین؟ شما بیننده گزارش ویژه ما هستین هنوزم. سلام به شما هم، سلام بر شما همچنان. میشه بشینیم همینجا صحبت بکنیم؟ فکر میکنم که بزرگ ما شما هستین. نه بزرگ به نماز رفتن. به نماز رفتن. نماز میخوانن. خب ما مردم افغانستان هر کس که یک ذره در جان جور بود میگیم که نما به موتر میشینم اما کسایی که مر میبینه اگر مجاهد هم هست میگه واقعا یک سلامی میتیه میگه برو بخیر چون که قواره مسیست. خب دیگه این نموته یک گپش از در افغانستان رواج است. شما از کدام ولایت آمدین؟ ما از فاریاب ولسوالی قیصار آمدیم. بله امی آقای نظام الدین قیصاری از اموج است؟ بله قیصار فقط امو در فاریاب است بس در شمال؟ بله دیگه جایی نیست؟ نه با قیصاری شما کدام رابطه داشتین؟ کدام وقت؟
رابطه کاری از یک ولسوالی هستیم، از یک منطقه هستیم، از یک قریه هستیم. بله ها یگان داده گرفت اومدمن داریم داده گرفت نی تو خوشامندی نداریم و یک عضوی تو هستیم تو حتی آب شریک و قبرستان شریک و ملک شریک و زمین شریک یک مرده و زندان میرین حتما یک جا هستیم الحمدلله. بله در طول جوانی و تا این سنه که رسیدین الان دیگه جوان هستین، شما کدام ارتباط کاریام داشتین؟ کدام وقت در یک تیم یا یک گروپ کار کردین؟ نه خیر. از نگاه سیاست همیشه مخالف بودین؟ بله ها مخالف بودیم، چون که اونا با دولت بودن ما الحمدلله مجاهدا بودیم، در صفحه مجاهد بودیم. چند سال از شما مجاهد هستید؟ من 10 سال میشم مجاهد هستم. امرای امارت؟ به امرای امارت هستیم. بله الحمدلله امیر موصابی رو سربست فعلا که رفتن نماز میخوانم. امیر صفحات شمال؟ بله ها. میاین انشالله؟ بله میاین نماز خوان رای هستن انشالله میاین. خداوند قبول بکنه. بیاین امرای زنا همچنان شما معرفت حاصل میکنید. میتونیم نزدیکتون بشینیم؟ بسیار زیاد تشکر از شما. من همراه دوستا قدم زده آمدم از لب سرک. در کشور ما شما یک چیز به نام آوازه و شایعات زیاد میباشه. باز من همراه دوستا و همی کسایی که بینندای ما بودن گفتم حتما ما به خانه مارشال میرم و میبینم چی که پس از نزدیک. باز اجازه گرفتیم گفتن که صابری صاحب مسئول عمومی بخش شمال هستن. نه برای فیلان مسئولی کمیسیون چی هست یا حلقه مرکزی قاریسب صلاح الدین هست. فیلان اونها در سفر رفتن به کدام وظیفه هست و ما به جای اونها به حیث معاون کار میکنیم که یعنی ولایت مرکزی مراد از کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر. از چهار ولایت نمایندگی؟ چهار ولایت نمایندگی میکنیم. بله. نام مکملتان ببخشید. نام مکمل ما سید عبدالبصیر صابری. سید عبدالبصیر صابری معاون چهار ولایت. بله معاون قاری صلاح الدین. نگه از فاری خودم اصلی از فاریاب هستم. ولسوالی قیصار قریه خوجکینتی. لهجه ما کمی به هراتی ها میخوره. باز ما بزرگان ما اصلی در هرات در ولسوالی کرخ بودن. جناب حضرت صاحب شیخ الاسلام که مرکزشون اونجا هسته، چون که لهجه میگه به هراتی ها میخوره و از اون سبب هسته، چون گزاره ما بعض وقتا اونجا هسته. از یک خانواده مذهبی هسته؟ بله خانواده مذهبی و حساب اهل طریقت و عرفانی و کدام طریقت هسته؟ طریقت نقشبندی هستیم. نقشبندیه. ببخشین ما فکر میکنم چهار طریقه هست. بله چهار طریقه هست. معلومات داشتم اما حالا فراموش هم شد. یک طریقه خو بسیار که در افغانستان حال خود طرق زیاد شده زیاد استفاده شد این میر فخرالدین آقا بود. یک طریقه از اونا بود. اونا به طریقه چی بودن؟ قادریه شریف بودن. قادریه بودن. از شما نقش بندی هست؟ نقش بندی هست. بله خب شما چه وقت میشه کابل آمدید؟
حدوداً 10 روز 11 روز میشه که اومده. 11 روز میشه. بله. ما یک تعداد مردم گفتن خانه مارشال دوستم چور شده. آوازه بود و بر ما پیام کردن، ایمیل کردن. ما گفتم خیر بیاین که از نزدیک بریم یک دفعه ببینیم که چه رقم چور شده. از دان دروازه که اومدیم دیگه صرف اونم خاکا زیاد بود، اون بوجای خاک خالی شده. من نمیفهم خاک کس بردن و سر بام خود کاغل میکنه چه رقم. دیگه خود کدام چیز تغییر نامده من فکر میکنم. نه الحمدلله دیگه واقعیت نداره. مجاهدین برای چور و دزدی نیومده، مجاهدین اومده که خدمت با مردم بکنه، مال و دارایی و آبرو و حیثیت مردم حفظ بکنه. دیگه ما هرگز به این واسطه نیومدیم که خدا نخواسته چور بکنیم. و قانون حکومت داری هم این نیست که بیا یک چور بکنه. حالا اونا رفت و ما مردم هستیم فعلا از استفاده میکنه. این من حس یک امانت به پیش ما هست، ما باید از حفاظت بکنیم و هیچ کس اجازه نمیتیم که این کارو بکنه. و الحمدلله مجاهدین امارات بسیار یک امین مردم هستن. ولی در ابتدا در کابل که مجاهدین آمدن از این خلا کدام مغرضین و مفسدینی که بودن استفاده کردن به نام مجاهدین. حتی بعضی کسا رو ما دستگیر کردیم، شبانه گزمه کردیم که موهای جلی داشتن، ریش جلی داشتن، به نام مجاهد رفته خود میستادن در حولیا، از مردم موتر میگرفتن، طلا و پیسه و چیزا رو میگرفتن. الحمدلله اونها رو دستگیر کردیم، فعلا هم بندی هست. یک شب ما و خارج سروردوی ما بودیم، چهار نفر دیگر هم تو دستگیر کردیم. این گپا است. بالاخره دستاورد زیاد داشتین. ماشاءالله الحمدلله هست. چون وظیفه ما هست، ما با الله با امیر خود با مسلمان ها مایت بستیم که ما مجاهد در رای الله هستیم. مجاهدین مکلفیت هایی داره که باید اونا مقدسات دینی و دنیای خود باید حفظ بکنه، چون که ملت ملت ما هسته و امنیت حق اونها هسته و وظیفه ما هست که ما باید امنیت رو تامین بکنیم. صابری صاحب، ما که آمدم دوستا میشناسن فکر میکنم، یک امرا یک مولای صاحب روبرو شدیم، نامشان نمیفهم چی بود. اونام گفتن که معاون کدام معاون بخش قضایی هستن فکر میکنم. بله آب در بیرون امرایشان دیده نیم ساعت من امرایشان گپ زدم. بسیار سوالایی که مردم به تشویش ساخته، اما سوالا را کلش ازشان پرسیدم و به من جوابای خوب دادن. این حال اگر شما آدم خوشخوی خمالو میشین، اگر اجازه تان باشه که اگر تکراریان بود نظر شما را هم داشته باشم. به چی مورد؟ مواردی که مردم تشویش دارن و سوال دارن. من سوالای خودم میپرسم، هر کدامش جواب دادین جواب بتین، هر کدامش نگفتین که درست نیست بخی پس شام میتونیم بکنیم. درست سوال. اول خوی درباره از امی وعده بکنین. از نگاه دین اسلام اگر کس وعده خلافی میکنه، آیا کار درست است، گناه است، مجازات است، چی است؟ مثلا من با شما یک وعده میکنم، به وعده خود رسیدگی نمیکنم، وعده خلافی میکنم. این خو مربوط به چی تشویش مردم نمیشه. مسئله وعده که هست یک شی شرعی است که به قرآن ثابت شده است و اسلام هیچ وقت با کسی که وعده کرد وعده خدا نمیشکنن. اگر بشکنن او به نام قدر یاد میشه، که درباره قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در روز محشر هر کس که اگر قدر میکنه یک بیرق به پشت سرش بلند میشه. فهمیدی؟ او بیرقش به اندازه قدر از او است که هر قدر قدر بکنه همون قدر کلان و بلند میشه. و به اونجا صدا میشه میگه هذا لوحة الغدارون، این لوحه غدارون است. و در اسلام این چیز هرگز نیست. کسی که مسلمان واقعی است هرگز و قدر نمی کنه. این حال اصل سوال فکر کنم که همشه کم کردین. ما چی میخواییم بگویم؟ این مردم، من دیروز رفته بودم به میدان هوایی، یک تعداد کسایی که کارمند دولت بودند، چه در امنیت بودند، چه در وزارت داخله بودند، دفاع بودند یا امرای خارجی کار میکردن، همین فرار کرده میرن. حتی مام تشویشی شدم گفتم مام برم. خب همین رفتن رفتن، من تا شوخی کردم گفتم یک نفر اگه طرف آسمان ببینه کلگی بازم اون طرف سعی میکنه که من والا کدام چیز زرال که او شاید شوخی بکنه. گفتم چی میکنین؟ گفت ما را میکشن. گفتم او برادر عالی، یک چیز به نام عفو همه بزرگای امارت میگن، اعلان میکنن، سخنگویشان ذبیح الله مجاهد میگه، استانگزی صاحب گفتن، دیگرها گفتن، حتی ما که مصاحبه میکنم امرایشان میگن که ما وقت عفو کردیم، وعده کردیم، وعده شکنی دیگه در اسلام چیز وجود نداره. گفتن ما اعتماد نمیکنیم. بیاین شما منحیث یکی از بزرگا، کسی که سالهاست در جبهه بودین، برای مردم بگوین. اونو نظر خودشان هسته، یعنی اعتماد که نمی کنن مربوط به خودشان میشه. و ما عملا نشان دادیم که الحمدلله ما با اونها وعده ای نکرده بودیم که ما عفو میکنیم. این لطف امیر المومنین حفظه الله بوده که یعنی
اونا مهربانی کردن، لطف کردن که عفو عمومی اعلان کردن. این وعده رو ما برایشان نکرده بودیم و هیچ کس از امارات این کار نکرده بود. فقط یک لطف و مهربانی بوده که از طرف امیر صاحب عفو عمومی اعلان شده. و عمل او را عملا شما دیدیم که فعلا تمام وزرا و کلامی جا میگرده. هیچ کس با کسی کار نداشته، نه؟ کارم نداره فعلا، خانهشان، مالشان، آبرویشان کلی در امن است. و ما مکلف هستیم که حفاظت اونها را بکنیم. و خود بیشتر اونجا همراهی بعضی برادرای بیسا به می ارتباط بس میکردیم که یعنی اینایی که اینجا هست باید 100% اونها در امن باشه. نشه به خدا نخواسته کسی از خلا استفاده کرد و به اونها آسیب برسانه. ما ایمانان و وجدانان خود مکلف میدانیم و نظر به فرمان و دستور امیرالمومنین صاحب پیش ما بسیار قدر داره. ما جان خود به فدای فرمان امیرالمومنین صاحب میکنیم. کردیم. ما هزارها شهید دادیم به دستور اونها. هرگز تو نمیشه که اونها عفو بکنن، اونها دستور بدن و ما بازور غداری بکنیم. هیچ مجاهدی کار نمیکنه. اگر کدام جایی صورت میگیره او کدام کس مغرض است، کدام یک اجنت است که میخواد خدای نخواسته این خلا را در جامعه ما ایجاد بکنه. هرگز این طور چیزی از مجاهدین شما مشاهده کرده نمیتونه ان شاء الله عزیز. میگین دل مردم جمع باشه؟ مردم ما 100% اطمینان میدیم. او کسایی که در حکومت کار کرده، کسایی که با مؤسسات کار کرده، به هر جا کار کرده، هیچ مشکلی با اونها نیست. سر و زر و آبرویشان همه در امن است. خیلی او حکومتی غدار بود، او حکومتی بود که ظلم میکرد سر. این حکومت رحمت است، این اسلام است، اسلام خودش رحمت است. اینجا باید اونها در امن هستند، مالشان، آبرویشان، حیثیتشان همه در امن است. بیخی 100% برشان اطمینان میتیم. حتی یک چیز دیگر هم برام گفتن، گفتن اینا حال به این شکل امرای مردم هم رویه خوب میکنن که جامعه جهانی تا هنوز اینا را به رسمیت نشناخته. وقتی جامعه جهانی اینا را به رسمیت بشناسن، امی ببخشین وقت نظام تعیین شوه، کابینه از اینا اعلام موجودیت بکنن، بعد از او باز اینا دوباره شروع میکنن به مو کسایی که در گذشته ها با اینا دشمنی داشته اینا را میبرن و میکشن. جامعه جهانی هم اینجا بود، تمام افغانستان به دستشون، ما رو خود جامعه جهانی به فضل الله کشیدیم، نه؟ اونا ما رو بشناسه یا نشناسه مشکل نداره. ما عهدی که با الله، با رسول الله صلی الله علیه وسلم، با مسلمان ها، با امیر خود بستیم، ما با او پابند هستیم. با جامعه جهانی ما پابند نیستیم. جامعه جهانی که ما حق او اگر امرای ما رواندی چلندی داشته باشه، ما همراهشان هستیم، مشکل نداریم. چیزی که ما با توافقنامه خود به حساب بزرگا فیصله کردن، باز ما متقاعد هستیم و او به حساب عملی میکنیم، باز او آماده هستیم. در غیر جامعه جهانی و نظر شاسن است، طبیعی است که اونها ما را نمیخوان. هیچ وقت کفر اسلام را نپذیرفته و اسلام کفر را فهمیدی؟ تا واسه اونها برس اونها ما را نمیپذیرند. این بعید نیست، ما به مشکل هم نداریم. چرا که ما بنده هستیم و ما خالقی داریم. خالق ما رازق ما هسته. ما با جامعه جهانی اگر یعنی بنده بنده نیست، بنده بنده هرگز نیستیم. چنانچه که حال با کمال تاسف بعضی جوانا رو ما میبینیم ولی خالق خود خدا را میدانن و رازق خود آمریکا را. خیلی جای تاسف است. بله واقعیت وقتی که آمریکا یا رفته امارات اومد اینجا را گرفت، رحمت الله به این سرزمین اومده، او وقت جوانا به رفتن خود به تیاره گرفتن چسبوندن از آسمان افتاده. بسیار جای افسوس است، نه؟ به خاطری که آمریکا رفت ما از گشنگی میمیریم. از امریکا اگر هرگز یه چیز نیسته. ما و شما اگر واقعا آرامش میخواییم، آرامش در اسلام هسته، آرامش در امارت هسته. شما دیده را هستیم، شاید سنه شما هستیم. شما و خدایتان به 10 سال بی بر شما میتو حالت دیدیم. شما یک خبرنگار هستیم که با خوب و بعدی مردم روان هستیم، همه حالت را شما مشاهده میکنیم. همین تو حالتی که تایی 10 روز اینجا آمده انشاءالله عزیز شما به 10 سال ندیدیم. و ای خدای نخواسته طور نیست که اونا پیش خود میشینن تحلیل میکنن که امروز فقط اینا را جامعه جهانی نشناخته و کابینه اینا که رسمیات شه یک دفعه اینا را به رسمیات بشناسه باز میده میده ترورشان شروع میشه. این خود وظیفه منافقین است، این وظیفه مفسدین است. به اسلام هرگز چنین چیزی، به تاریخ اسلام شما این چیز را شاهد پیدا کرده نمیتونید که تو کار مسلمان ها عهد کرده باشه بعد خود غداری کرده باشه. این تو چیزی اصلا وجود نداره. چرا که الله و رسولش در این باره برای ما وعید گفته. اگر ما این کار را بکنیم الله از ما ناراض میشه. ما که جان خود فدا کردیم، برادران خود فدا کردیم، ما خود تیکه تیکه کردیم که خدا را راضی کنیم، میایم به خاطر کشتن یک کس ما خدا را از خود ناراض میکنیم؟ هرگز نمیکنیم. روزی که کشته میشده ما نکشتیم، حالی که آرامی شده میکشیم، هرگز نمیکشیم. حال اونها من حیث برادر هستند، از طرف ما 100% مطمئن باشن و برای دیگر ملت هم همچنان برایشان اطمینان میتیم، از اونها بشارت میتیم که امارت اسلامی رحمت است ان شاء الله برای تمام مسلمان ها و به تمام امت اسلامی، به تمام مسلمان ها رحمت است. قدر این نعمت را بدانند، از استفاده بکنند. وقتی ایزی است که ما و شما باید به عبادت الله رو بیاریم.
ما دست بلند بکنیم به پروردگار خود، عاجزانه دعا بکنیم که پروردگارا این نعمتی که برای ما داده، این نعمت را از ما نگیر، این نعمت ما را بسیار بیفزا. این وقتی از این هست، وقت از این نیست که ما بیایم اینجا تحلیلگری بکنیم چیزی که بسیار کفار با تلویزیون میگه، باز با رسانه پخش میکنه میاست. اگر واقعا اینا دوستای ما بودن، اینا با این جامعه دوست بودن، خود آمریکا دیش پریش شما شنیدیم که چند انفجار کرده به میدان، ولی تمام دار و ندار که داشتم کلیگیش انفجار دادن. او دوستایی که اینقدر دوست هستن یا کسای اونا رو دوست میدانه، خود چرا این کارو کردن؟ اونا بشر دوست هستن، خود بشر دوست میدانن، چرا این مادیات رو از بین بردن؟ و هر جا که اینا قرارگاه ساختن، هر جا که اینا بودن، حتی دیوارا رو منهدم ساختن، تعمیرا رو منهدم ساختن و امکاناتی که داشتن همه رو حریق ساختن، همه رو سوختوندن، از بین بردن. چای که کردن، چای رو به حساب سنگ انداختن، سر سمیت انداختن، پور کردن رفتن. و باز هم ما فکر میکنیم که والا آمریکا رفت، آینده ای ما چی میشه؟ آینده ای شما به دست الله هست. و ان خفتم عیله فسوف یغنیکم الله. الله هست که ما رو رقص میده. اگر شما میترسید از گرسنگی، از ناداری، زود است که الله شما رو غنی میسازه، چنانچه که ما رو الحمدلله غنی ساخته. ما کسانی بودیم که به نان مدرسه کلان شدیم، به نان مدرسه به جهاد شروع کردیم، تا این دم از نان مدرسه استفاده میکردیم، ولی امروز هر طالب ما الحمدلله موترای حساب دولکی دلار سوار است. تشکر. یک رفع با گشت کوتاه. یک موضوع را گفتین، قریتان دوست دارین، روی از او گپ میزنیم. گفتین شما به کابل کامدین، هم خوش شدین و هم خفه شدین. این واقعیت است. ما وقتی کابل آمدم خیلی خیلی یک آرزوی داشتم. من تا حال کابل نیده بود. اولین بار از کابل آمدین؟ اولین دفعه از کابل آمدم. خیلی آرزو داشتم. فقط ویدیو و عکس دیدین بس؟ فقط ویدیو دیدیم. ویدیو رم ندیدیم چون که مصروفی کارهای جهادی به کوها و دشتا بودیم. اون ویدیو رم چند نه. فقط بسیار کم بعضی وقتا از طریق رسانه ها میدیدیم. خیلی آرزو داشتم که بیایم. الحمدلله الله تعالی آرزوی ما رو پوره کرد، اومدیم. و خداوند حالا ما رو مستر خدمت در جامعه ما بگردونه. وقتی که اومدیم با بعضی کسا دیدم خیلی خوشحال شدم. واقعیتش بعضی وکلا رو دیدم خیلی مردمان روشن بودن واقعا. و بعضی موی سفیدا یا بعضی وکلای چی هستن اینجا محل دارن اینا، ماشاءالله بسیار خوب پروگرام داشته. اینا رو دیدم، بعضی مولوی صاحبا رو دیدم، خیلی مردمان روشن رو دیدم، خیلی خوشحال بودم، خیلی واقعا خوشحال بودم. و دو قضیه رو دیدم مرا بسیار غمگین ساخت، این قدر واقعا متاثر ساخت که مریض شدم. وقتی که رفتم با 400 بستر به دکتر، ما گفتم من تکلیف دارم، اینو فکر میکردم که تکلیف چربی خون یا کلسترول باشه. وقتی که دکتر دید گفت نه، گفت تکلیف عصبی است. که تکلیف عصبی گفت ما صحیح است. چرا اینقدر سر اعصابم فشار آمد که واقعا مریض شدم. روز دوم بود، اگر روز سوم اینجوری یک دفعه به رسانه ها پخش شد که طیاره پرواز کرده، 11 تا جوان کابل به طیاره خود چسباندن، به فضا بلند شده، از اونجا از سرعت هوا پس اونا رو پایین انداخته و از بین رفتن. اینقدر سر متاثر کرد به مثل که یک تکلیف روانی برام پیدا شد، سرم تو چرخید. پروردگار ما تو ما رو با چی امتحان گرفتی؟ این شرمندگی رو ما به کجا ببریم که از شهر متمدن و پایتخت افغانستان، شهر مهد علم و فرهنگ، جوانای دانشمند ما به تیاره خود میچسبانند و بلند میشن به شوق آمریکا، به شوق اروپا. آیا یعنی ای از همه چیز بیرون است؟ حتی یک حیوان هم این کار نمیکنه که یک انسان چطوری کار میکنه، یک جوان تحصیل کرده چطوری کار میکنه. خیلی سر متاثر کرد که آمریکا یا دشمنان دین چقدر سر قشر جوان ما کار کرده و فرهنگ اینو تا این اندازه تاثیرگذار شده که اصلا از عقل خود اینا استفاده نمیکنن، دانش خارجیز باشه. یعنی طیاره شما میدونیم، طیاره کلان وقتی که پرواز میکنه سرعتت به چند میشه در ثانیه؟ طیاره چرخی 350 در ثانیه رفتار داره، 350 میل یا 350 متر در ثانیه میره، ولی مرمی کلاشینکوف 720 متر در ثانیه برد داره، سرعت داره. و این تیاره کلان بالای 1000 متر در ثانیه رفتار داره. یعنی به سرعت مرمی دشکه یک انسان اینقدر سرش تاثیر کرده که حتی فکر میکنه که ما به سر مرمی دشکه سوار میشیم با یک مسیر میرسم. خیلی واقعا عمیقا به ذهن ما تاثیر گذار شد که پروردگارا تو ما رو به چی امتحان گرفتی که یک جوان دانشمند ما به این سرحد رسیده که حتی از عقل هم از شعور هم استفاده نکرده که امکان داره تو به تیاره خود بگیری و به یک کشور بروی و این سرعت
که اونجا هیچ چیز امکان اگر او رو بسته کنی از بین میره، هم سرعت او رو از بین میبره. خیلی واقعا سر متاثر کرد، واقعا مریض شدم. و بعد شبانه به خاطر امنیت همراه برادرها گزمه میگشتیم، رفتیم به چند کنسولگری، دیدیم که حتی راه رو سد کرده بودن. زنها، جوانها، پیرا، اطفال دم کنسولگری کفار استاده هستن که حالا ما خارج میریم. دو بجه شب، سه بجه شب میرفتیم. دلم میخواست برم به همراه ازنا بشینم که مادر، خواهر، برادر، چرا این حالت؟ وقتی که روشنی آمده تو میخوایی فرار کنی؟ وقتی که رحمتی الله آمده تو میخوایی فرار بکنی؟ و به این حالت؟ حیف تو نکرده که تو خود اینقدر بیعیست میکنی به دروازه یک کفر استاده است و دروازه خودم واز نمیکنه؟ و چون شرایط نمیپذیرفت که ما باید این کارو بکردیم، ولی دلم خیلی میخواست، واقعا شوخ میکردم که برم دست جوانا رو بگیرم که برادر میکار، چون حالت اضطرار بود، وظیفه ما نبود این کار. خب این دو چیز مرا بسیار متاثر ساخت، خیلی. واقعا یگانه چیزی که به اینجا این توقع رو از اینا نداشتم. و حال پیام من برای جوانایی است که جوانای شهر کابل به چه فکر هستن. ما امید ما از اینا بود که اینا سبا سرنوشت ساز میشون، جامعه ساز میشوند، وطن ساز میشوند، دین ساز میشوند. با کمال تأسف که خود را هم ساخته نتانستند. خودشان قربانی هوای آمریکا کردند، نه آمریکا. صرف که با آمریکا میرویم خون رفتن از بین. شما دلیلش را فهمیدین که چرا جوانا در بالای تیاره خود گرفتن و یا سربکف منتظر هستند در صف که باید برن؟ دلیلش را فهمیدین؟ نه، دلیلش را نفهمیدم. همین قدر پیش خود تحلیل میکنم که فقط یگانه چیزی که اینها را از بین برده، ذهن اینها را تخریب کرده، فاصله گرفتن از کتاب الله است. با همه علوم، با همه چیز دسترسی دارن، ولی از کتاب الله و سنت رسول الله فاصله گرفتن. اول و مشکل عمده در اینجا است. وقتی که ما متکای ما از الله خلاص شد، چیزی دیگر شد، باز این دلیلش میآید. دلیل عمده نظر ما این است. اما از اصل قضیه خبر ندارم که چرا این کار شده، و این را میدانم که صرف جوانای ما خوب تحصیل کردن، خوب درخ شدن، ولی خوب علم آموختن، علمی اصلی را. اما با کمال تأسف که فاصله از کتاب الله نتیجهش همین میشه. میگن شستشوی مغزی شدن؟ کاملا. ما که ازشان ببخشین پرسیدم، تکراری هم هست، گفتن که ما کارمند حکومت بودیم یا اینطور یک قضیه در گذشته داشتیم، ما را زنده نمیمانند، ما زنده یا مرده باید خود را بکشیم. یعنی حکومت کی بوده؟ حکومت قبلی. حکومت قبلی در رأس حکومت قبلی حامد کرزی بودنی؟ فعلا حامد کرزی. آقای غنی. نه نه، در رأس، در ابتدا حامد کرزی بوده. حکومت قبلی شد. حکومتی که جور کرده حامد کرزی بوده. فعلا حامد کرزی اینجاست یا نیست؟ بله. برادرش هست؟ نیست. وقتی که حامد کرزی در امن است، آیا او یک مدیر که اونجا یک اداره رو پیش می‌برد او کشته می‌شد؟ نه، این بانه نیست. بانه همین است که گفتن شما ذکر ذهنشان شستشوی مغزی شدن، صرف با چی؟ با آب غضب، نه با آب رحمت. چقدر یک موضوع جالب یادآوری کردین. این موضوع شستشوی مغزی را بعض اوقات که در کابل بس میشد، در رسانه‌های کابل بس میشد، خصوصا سیاسون را که با هم میخواستن، میگفتن مثلا طالبا چطور مثلا یک فرشان میتونن که بیان در موضوعات انتحار یا اما موضوعات استشهادی که می بود که بیاین اتا از جان خود تیر شوند، یا مثلا 3-4 نفرشان میان به خاطر از بین بردن 100 نفر یا 50 نفر، اصلا این برشان مهم نیست که میفهمنم که اینم اینجا از بین میرن خودشان. اینا چطور شستشوی مغزی شدن؟ اونا میگن که سر اونا میگفتن که سر ذهن طالبا کار شده که حتی از زندگی خودان اینا تیر شدن. اینجا دو گپ اومد، گفتن جوانا شستشوی مغزی شده و یک تعداد تحلیلگرا طالبا را اقسم میخواند. مجاز؟ بله، ما شستشوی مغزی شدیم. بله، او شستشویی که الله ما را شستشوی کرده، بله واقعیت است. الله تبارک و تعالی درباره پیامبر خدا دستور میده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بله، نبی صلی الله علیه وسلم بر مؤمنین بلندتر است بر مؤمنین از نفس هایشان. زمانی که کفار و منافقین با رسول الله صلی الله علیه وسلم با کتاب الله قرآن مجید که توهین را شروع کردند، یقینا ما این کار کردیم، چون او شستشوی مغزی را الله کرده که او برای ما دستور داده که نبی صلی الله علیه وسلم بر شما از نفسهای شما بلند است. به خاطر آبروی نبی کریم صلی الله علیه وسلم 100% ما جان خدا فدا کردیم و میکنیم. ما هزارها فدایای دیگر داریم، ما هرگز انتحاری نیستیم. ما انتحار را میدانیم، انتحار از اونا نمیفهم به انتحار یعنی چی. انتحار حقیقتش برای ما معلوم است. دید شما تعریفتان از انتحار چی است؟ انتحار خودکشی است.
انتحار در اسلام حرام است. فهمیدی؟ خودکشی است از روزگار تنگ میاد به مثل کسایی که امروز رفتن به تیار خود گرفتن، ایره میگن انتحار. ولی او چیزی که مثلا شما انجام میدید که ما میگیم که ما برتان گفتم که الله تبارک و تعالی میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، باید ما جان خود فدای آبروی پیامبر خدا بکنیم، ما جان خود فدای قرآن بکنیم. وقتی که آمریکایی با سگ خود داخل مسجد ما داخل میشه به سر قرآن استاد میشه، آیا جان ما مقدس است یا قرآن ما؟ طبیعی است که قرآن ما مقدس و معتبر است سر ما. ای خو یک جان است، اگه هزار جان داشته باشیم ما فدایش میکنیم. همه ما هستیم، نه اینکه ما یک افراد خود به این کار تشویق کرده باشیم. اگر شما خبرنگاریم خامخواه معلومات داریم، پسر امیرالمومنین ملا عبدالرحمن استشهادی کرد، ولی رحمه الله. یعنی تو نگویند که فقط بچه های مردم را فریب دادن، بچه خود امیرالمومنین این کار کرده. این تنها ای تو نیست که ما از بچه های مردم استفاده بکنیم، این شستشوی مغزی است که این از جان ما مکده برای ما شیرین تر است. ما افتخار میکنیم با این شستشو، ما همه ای ما به این را آماده استیم. این تو جاها شده که ما 100% مرگر دیدیم آماده شدیم، ما به مشکل نداریم. این به خاطر مقدسات خود ما آماده استیم. انتحار او هست که از روزگار سخت میبیاید، از گرسنگی یا از حالت روزگار سخت میشه، خود میگیره زخم میکنه با شیشه با آهن با هر چیز، او را میگه انتحار. رسول الله صلی الله علیه و سلم او کسر جهنمی گفته و به او جنازه نخواندند. فهمیدی؟ همینجا یک چیز را گفتین امریکایی ها با سکهای خود میامدند به مساجد، به احترامی به کتاب ما میشد، به احترامی به خانه خداوند میشد، به جایی که بر تمام مسلمان ها قابل قدر است، یک مکان مقدس بر مسلمان ها است مسجد، ایره یادآوری کردین. اما پیش مردم در اون زمان سوال بود، میگفت وقت حملات که از طرف طالبان صورت میگیره، در حتی در بعض مساجد که صورت گرفته، در اونجا کتاب بوده، در اونجا مسلمان ها نماز میخوانده، کودک ها حتی بوده، در این مورد چی میگه؟ ایره ما کاملا رد میکنیم. اصلا مجاهدین تو دیوانه نیست که بیاد داخل مسجد انفجار بده خود، اگر او کارو بکنه فعلا شهر کابل پر جماعت ترین شهر است، همینجا مردم میکشن، کسانی با ما جنگی ما رو نمیکشیم، میایم داخل مسجد مردم مصلی رو میکشیم نماز. یعنی هیچ حمله داخل مسجد از طرف طالبان نبوده؟ تو حمله از طرف ما نشده و نمیشه و نخواهد شد. ای تو برتان اطمینان میدم. چرا؟ ما از همه کد دین خود بیشتر دوست داریم، از همه کد آخرت خود بیشتر دوست داریم. ما وقتی که از این دنیا میریم به اون دنیا به عذاب شویم، ما دیوانه خو نیستیم. ما میدانیم کسی داخل مسجد است، او چی کار است، او برای چی آماده، او کارا و پروگرام های خود اینها است. مثلا 4 روز پیشتر اعلان کرد که به میدان هوای داعش ها انفجار میدن. 4 روز قبلا شما در جریان هستیم. بله بازم گفتن. بله بازم گفتن که شاید کدام انفجار دیگه هم صورت بگیره. بعید نیست، ایره میپذاریم. چرا؟ به دست خودشان است. 4 روز قبل اخطار داد که چه بالاست، استشهادی ها چه می داعش ها دایشی ها در میدان کابل انفجار میکنه، نیروهای ما باید مواظب باشن و تیارهای ما پس پرواز نکنه. تو که از 4 روز قبل خبر داری، چرا او را دستگیر نکردی؟ ولی و خودت هم میگی دایش خود از گروه ما نیسته. این معلوم است با خودشان ارتباط داره. وقتی که مردم کشته میشن یا شهید میشن، عسکرایشان استادای تک تک مردم رو میزنه. شما شاهدی از این صحنه هستین و این انتحار خونها میکنن. به قندهار شما چند سال قبل را شنیدیم که یک عسکر بلند شد رفت چند تا رو کشت، انتحار خینا میکنه. در عزیزآباد شب به حساب مردم به عروسی بودن سرشان بمبارد کرد، انتحار خینا میکنه. در قندوز که بود در مدرسه، اونجا به حساب دستاربندی حافظه و طلاب بود، جمع کثیری از مردم جمع شده اونجا رو بمبارد کرد، انتحار خوره میگن. به کدام جا که شما آدرس بخواین که ما مستند بریتان بگوییم؟ ما خود فقط یک کاری کردیم که دفاع از دین خود، دفاع از وطن خود، دفاع از ننگ ناموس خود کردیم. این وظیفه مقدس ما است که باید ما این کار را بکنیم. و هرگز ما انتحاری نیستیم، ما استشهادی هستیم. ما یک و دوتا و صدتا و هزارتا نیستیم، مکمل هم استشهادی هستیم. اگر جای لازم شد کلی به زیر آماده هستیم. حالی که با آنها توافق شده و فرمان امیر المومنین با توافقشان ما آماده هستیم، ما منتظر فرمانشان هستیم که بگه باش تا حق هستیم هستیم. هر زمان دستور بده ما آماده عملیات خود هستیم و ما هیچ وقت به سرزمین خود غیره را نمی خواهیم که بیاید سر ما حاکمیت بکنه. با الله و با امیر خود ما این عهد را بستیم، امکان نداره که بیاید سر ما حکومت بکنند و این حلقه را از گوش خود بیرون بکنند.
تشکر. یک سوال دیگه، من نمیفهم چقدر مناسب است آوازه ها است، خصوصا در چند وقتی که موضوع داعش باز برآمده، میگن که طالبا یک پروژه بود، حالا این پروژه که موفق شد، حالا پروژه دیگر کشیدن تحت نام داعش. یعنی طالبا چطور پروژه بوده؟ یعنی میگن که بیشتر مامورای مولایی صاحب گپ زدم، گفتن کسایی که در حکومت قبلی بود دست نشانده آمریکایی ها بود یا خارجی ها بود و ما به قیمت خون خود آمدیم جهاد کردیم جنگ کردیم تا دست نشانده کفار و خارجی ها را از افغانستان بکشیم، در حالی که یک تعداد مردم بازی یا کسایی که در حکومت قبلی بودن اونا بارها گفتن، شما شاید شنیده باشین، گفتن که طالبا از طرف پاکستان حمایت میشه، یعنی از طرف خارجی حمایت میشه. باز در این شب و روز میگن که اینال تانستن طالبا را موفق ساختن، حال یک پروژه دیگه نیاز است که جنگ باید بکنه، پروژه دیگر روی کار گرفتن به نام داعش. مطلبی تانه گرفتن، یعنی طالبا را آمریکا آورد، حال وطن را بود تسلیم کرد، بیشتر پاکستان هم میگن دیگه. خب هدفشان اصلی همی است نگه سر پاکستان، اگر بس بکنیم پاکستان یک کشور اسلامی است، اگر شما ایر رد بکنین کسی در پاکستان باشه خدای نخواسته از دین رد میشه، خدای نخواسته او بساب انتحاری است، او مردود است، پس شما مجاهدینی که 40 سال یا 35 سال پیش جهاد کردن اینا را رد بکنین که اونا مجاهد نیستن، اونا یقینا بساب انتحاری ها بودن و اونا مردمان مرتد بودن که همگی اونها به پاکستان پایگاه داشتن و از اونجا تمویل می شدن و از اونجا سلاح و امکانات برشان می آمد آشکار. ما مردم اصلا به پاکستان به مثل یک مخفیگاه رفته اونجا پود بودیم که به اونجا ما آشکار نبودیم. ما مهاجر بودیم که در اسلام این چنین هجرت عیب نیست، منع نیست، چنانچه که در ابتدای اسلام پیامبر خدا حضرت عثمان رضی الله عنه را دستور دادن که تو برو به حبشه، در حالی که پادشاه حبشه نصرانی بود. ولی این مشکل نداره، پاکستان یک کشور اسلامی است، همسایه ما بوده. وقتی که کفار اومد این چیکار کرده، بعضی بزرگا شاهد یا بعضی برادرها که اونجا جای داشت رفتن، اکثر ما همینجا بودیم، با کوها و با دشتا پود بودیم. او هرگز این که واقعیت نداره و ما دست نشانده کسی نیستیم، ما دست نشانده الله هستیم. الحمدلله ما مسلمان هستیم و ما از افغان هستیم، ما سرزمین خود اینقدر دوست داریم که به اندازه مادر خود دوست داریم و این سرزمین ما به واقعیت مادر معنوی ما هست. ما چقدر که با مادر خود احترام داریم، به سرزمین خود احترام داریم و برای جوان ها و برای تمام افغان ها پیام مهمی است که خوب عمیقا فکر بکنن مادر ما اگر ما را به دنیا آورده شیر داده و این سرزمین ما را انرژی داده، این سرزمین ما را آب داده، این سرزمین ما را نان داده، این سرزمین ما را اکسیژن داده، باید قدر این سرزمین را بدانه. یک انسان اگر هر قدر خائن باشه، با هر کس هر نوع خیانت بکنه، ولی با مادر خود خیانت نمی کنه. اگر جوانای ما غیرت دارن، این مادر معنوی ایشان از قدر زیر بدانند، با این هیچ کس حق نداره خیانت بکنه. اگر میکنه او اولاد از این وطن نیست و او خدا میدانه که اولاد کی هست که میخواد به این وطن خیانت بکنه. ما این وطن رو به اندازه قبلا برای شما یاد کردم، ما خودم یک بچه اطرافی هستم، قریه ما به نام خوجکینتی است، به والله قسم این قدر با او قریه خود محبت دارم به مثلی که با پدر مادر خود محبت دارم. هر لحظه یاد هم قریه ریاد سنگا و کلخایش میکنم، به والله قسم قلب من پر میشه، گلون ما پرگیری میشه که ای قدر با او محبت دارم. فهمیده؟ ایش تا جوان است، ایش تا جوان است که با کمال تاسف با شهر کابل دیگه با او وفاداری نمیکنه، با او محبت نمیکنه، با او ارزش قائل نمیشه. فکر میکنم که از این رقم سوشتشو بیشتر دیگه به کجا باشه که با کمال تاسف قدر سرزمین ندانیم، قدر مقدسات ندانه و قدر خرد و بزرگ ندانه. دیگه مربوط به خودشان میشه و از الله منان استدعا دارم که اونها و ما همه هدایت بکنه تا این که ما بیدار شویم که دوباره فریب خارجی ها و فریب دشمنان مکار را نخوریم. بیاییم وقتی این است که ما و شما دست به دست هم بتیم خود ما وطن خود را بسازیم. کسی دلسوزی نمیشه که بیای وطن ما را بسازه. اگر تا به حال ما نمیفهمیدیم، حال خب باید بفهمیم. جهان کفر هجوم آوردن، امارت اسلامی را بسیار فروپاش ساختن و الله که میخواست بود پس زنده شد. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. این نصرت از جانب الله است، اما اونا که آمدند مردما بی امید بودند که شاید افغانستان را دوبه ثانی میسازند و دیدیم حتی یک چای که کنده همورم لازم ندانستن او را پر کردن رفتن، حتی یک تعمیری به حساب چوبی یا کاغذی ساخته بودند او را در دادن خراب کردن و رفتن. و حال ما دیگه از اونا دیگه چی امید داریم که بیای سرزمین ما را میساز؟ هرگز نمیسازه. جوانا، شما جوانا میسازید، هر کدام به نظر بر وظیفه خود، به دانش خود، به رشته خود باید متوجه باشد، با این سرزمین خود متوجه شد.
و از تمام مجاهدین خود خواهش میکنیم که باید قشر جوان را عزت بدن، قشر دانشمند عزت بدن، قشر معلمین عزت بدن، قشر دکترها را عزت بدن، چون که الله با اینا عزت داده، چون که اینا ضروریات جامعه ما هستند. باید همه انسان ها قابل عزت و قابل قدر است و بالخصوص این قشر که هست، اینا زحمت کشیدن، اینا میخواهند جامعه را سالم بسازن، باید اینا را عزتمند بسازن. و انشاءالله این وعده را برای شما میتونم که این وظیفه تمام مجاهدین است، نظر به دستور امیرالمومنین حفظه الله، انشاءالله که کار شده و شدنی هست. شما بیخی مطمئن باشیم و تمام وطنداران خود ما اطمینان میتونم که هیچ نوع حراس نداشته باشن، بیخی از این نگاه از این باره شما مطمئن باشیم و جوانان ما تشویش نداشته باشن. و میرسه در بخش نسوان، نسوان همچنان اونا قابل قدر هستن. زنها را با کمال تأسف که در جامعه ما یک سر گپ زیاد چیشه میگه تو زنانه کار کردی، نه زن اونطور شی بی ارزشی نیست که او را خدای نخواسته کار بد در با زن نسبت بده. زن مادر امت است، مادر ما زن است، بهترین محبوب برای ما است و باید همه جوانان ما قدر زنها را بدانند با چوکات اسلام، با قانون اسلام. و از خواهران خود میخواهم که این نعمت اسلام را نادیده نگیرن. اسلام است که عزت را برایشان آورده، آمریکا و اروپا نیارده و نمیاره. اگر به فکر ازی هستند که آمریکا با زنها حق زن را داده، حقوق زن را داده، هرگز حقوق نداده. قبل از بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم زنها را یا دخترها را میگرفتن زنده به گور میکردن، بله؟ ولی بعد از اینکه اسلام آمد چرا این کار میکردن؟ میگفتن زن یک شی منفور است، برای ما عیب است که یک کس بیاید با دختر ما ازدواج بکنه، بله؟ به خاطر از این اونها را میگرفتن زنده به گور میکردن. وقتی که اسلام آمد عزت زن را آشکار کرد، وقتی که اسلام آمد حق زن را داد که زن هم در میراث حق داره، زن هم حساب تا اندازه حق داره در هر حسابی، بله؟ زن وزیر در خانه است، وزیر داخل است. زن او تو قشری نیست که امروز میگن زن چی است، نه، زن مادر امت است. زنها هستند که جامعه را تشکیل میدن. اما زن داریم تا زن، زنی که مؤمن است، زنی که عفیف است، او شازن است. با کمال تأسف اگر کدام زنی اگر گنده است مربوط خودش میشه و از الله خود میخوایم که اونها را هدایت بکنه و برایشان اطمینان میدم که عزت خود که الله برشان داده ایره بخواهند که برشان زمینه مساعد است. یک مثال عامیانه برتان بگویم. شما در سر بازار میرم اینجا خربزه فروشی است، یک خربزه رو چاک کده و میده کده در میدان مانده است و خربزه دیگه سالم است. شما طبعا میرم کدام خربزه رو میخریم؟ خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. اگر که هر قدر شیرین باشه او خربزه لذت نداره، چرا که بکروب سر زشته. و حق هر کس اسلام به او حساب دیده و او را مستحکم و مقرر کرده، خداوند او را حفاظت میکنه. حجابه که فرض کرده به خاطر که او زن با شوهر خود محرم است، او حق از او است، کسی دیگه حق نداره به او نگاه بکنه، کسی دیگه حق نداره به او تجاوز بکنه. یعنی اینجاست که اسلام ببینین که حق هر کس را نادیده نگرفته، حق هر کس را به جا چی کرده. زن را میگه تو با حجاب باش تا اینکه به شوهرت لذیذ باشی، ولی شما وقتی که خربزه را از سر کوچه جمع بکنیم هرگز نمیخوریم، به گوشه میاندازیم. خربزه خوبه که وقتی چاک کردیم بسیار با یک شوق و ذوق میخوریم، اما درست نیست. حجاب به مثل همی پوش برای خربزه است، یا پوش برای چاکلیت است، یا پوش برای بسیار یک شیرینی بسیار خوب است. شما اگر بریم به سر دکانای سر چارسو، شما هرگز چاکلیت یا مینویی که کیلوگکی اونجا داخل صندوق دکاندار است نمیخری. چاکلیت پاکتی و حساب کارتنی رو شما میخری، ولی هر دوش شیرین نیست. چرا ایره نمیخری؟ به خاطر که شما میگیم که این میکروبی است، سر از گرد و غبار نشسته، این قابل استفاده نیست، او داخل پاکت رو بمونه. و زنی که با عفت باشه همیتو با پیش شوهر خود، همیتو در جامعه خود با عزت هسته، عزتی که الله برشان داده، چرا او رو نادیده میگیرن؟ میگوین حقوقی زن، حقوقی زن، حقوقی زن رو که اسلام آورده، حقوقی زن. تشکر. دو سوال کوتاه کوتاه جوابش هم میخوایم. پیشتر گفته این خارجی ها که آمدن حتی یک چاه هم اگر داشتن از بین بردن و برآمدن، درست؟ کاملا. اما در چند روز اخیر که حکومت مرکزی افغانستان سقوط کرد و به دست طالبان می افتاد، هر ولسوالی
اون تعمیرای ولسوالی ویدیوهایش در رسانه اجتماعی مبرامد که طالبا زیرش مین میمانند، کاملا از بین میبرند، میگنیر خارجی ها جور کده باید از بین برده شوه. شما چقدر شاهد از این تحولات بودید؟ این یک واقعیت است که بله بعضی جایی کار شده به خاطر که بعضی مجاهدین تجربه کافی نداشتند و از واقعیت خبر نبودند، بی فکر بودند که تعمیر به خاطر از این کافر ساخته. این موتوری که فعلا ما به دست ماست کافر ساخته، سلاحی که به دست ماست کافر ساخته، حتی همین تصویر کافر ساخته. این تصویر چی نیست ولی تصویری که ما میگردانم این را چی کافر ساخته. با او مشکل نداشت، مشکل با این بود که اگر ما تخریب نکنیم پس آماده اینجا جایگزین میشه. تا این که این خبر با مقام بالا رسید، عمرای ما در حال فرمان صادر کردن که حتی شما یک سیمی خار را از جایش، حتی همین تا نوشته شده سیمی خار که سر چی دور داده است او را حق ندارین شما بم بزنید. پس میگین که یک کار درست نبوده، در حالت نفهمی شده، در حالت نفهمی شده و هرگز درست نیست. ولی کوتاهی می آید، یک جامعه بسیار کلان است، نظام امارات الحمدلله بسیار نظام وسیع است، در کنج و کنار خامخای کارا شده. الحمدلله رهبریت به این بسیار دقیق متوجه است. شما شاید دیده باشین فرمان ها را، حتی برایتان تکراریست میگم که فرمان آماده، سیمخاری که سر دیوار تو داده است همور هست، کس حق ندار برداره. موترای مارشال که بیرون استاد از گفته شده که باید شور نخورن. بله همه چیز شور هم نخورده. برای ما هم تو دستور داده شده و ما در خدمت هستیم. تشکر. کوتاه در اخیر در رابطه به مارشال صاحب دوستم بگوین، یک چند جمله چند کلمه باز برنامه خود ختم میکنیم. به ارتباط مارشال صاحب دوستم دیگه ما چی بگویم؟ مارشال صاحب دوستم خو با گروه دیگه هستن که با ما مقابل هستن. با کمال تاسف کاش که مارشال صاحب دوستم یا امثال هم کسانی می بودن که رهبر جهادی می بودن، کسانی می بودن که در صف امارت اسلامی می بودن که با کفار مقابله می کردن. با کمال تأسف که از این تو جوانها یا از این تو اشخاص غیور و غیرتمند و این تو استفاده سو می شه. ما در اینجا واقعا در پیش وجدان خود بسیار افسوس می خوریم که چرا این تو باشه. ما زیاد جوانهایی داریم که واقعا بسیار غیرتمند هستن، ما به غیرتشان مثال قائل هستیم. با کمال تأسف که استفاده سو شده، سوشتشوی مغزی انو بود دیگه طریق شده. ما اینجا افسوس میخوریم و اگر صدای ما را میشنوه، ما از جناب مارشال صاحب خواهش میکنیم مثل دیگه برادرها بیاین امارات، امارات اسلامی است، اونا هم در اینجا سهم دارن، بیاین بشینن وطن خود بسازن. ما را شرق و غرب نمیسازه تا خود ما نسازیم. و اگر کسی بیاید، دامن امارات اسلامی بسیار فراخ است و دروازهش بروی همه باز است، با هیچ کس خصومت شخصی نداره. خصومت ما با کسی هست که اول با دین ما، دوم با سرزمین ما مشکل داره. کسی که با دین و با سرزمین ما مداخله کرد، ما برش مشکل داریم، اگرچه برادر ما باشه، که این دستور الله هست. الله تبارک و تعالی دستور میده: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. این دستور الله هست. ما به ایمان داریم، به جان دل قبول داریم. دیگه از هر کسی که هست که به او جناح هستن خواهش میکنیم بیاین وطن خدا بسازن. این مشکل پنشیر ان شاء الله از طریق گفتگوها حل میشه. ان شاء الله که ما امیدوار هستیم که حل میشه و حل بشه و حل میشه ان شاء الله. ان شاء الله جنجال نمیمونه که یک حکومت همه شمول بیاید. ان شاء الله فعلا حکومت همه شمول هست. دیگه ما یک تعداد کسایی که در مقابل است. فعلا همه شمول، هدف از همه شمول چی است؟ هدف از همه شمول از اقوام است. ما فعلا لسان ما فارسی است. در نسب خود سید یا عرب بودیم، فعلا فارسی صحبت میکنیم. ما از قشر تاجیک یا فارسی زبان هستیم. دیگه این برادر از قشر تاجیک هستن، اونا از قشر عرب هستن، اونا از ازبکا هستن، او پشتون هسته. پس همه شمول هست یا نیست؟ همه شمول هسته. از چند ولایت در اینجا مجاهدین هستن از اقوام مختلف. همه شمول است و هر کدام وظیفه ای برش سپرده شده و در وظیفه خود مشغول و مصروف هستن. ما از یک قریه‌گک از اونجا آمده امروز در کابل وظیفه اجرا میکنیم. آیا همه شمول هست یا نیست؟ اگر هدف از همه شمول ای باشه کسانی که باز بیان این نظام رو خراب بکنن، این سرزمین رو باز به جنگ بکشانن، ما ای تو همه شمول نخواستیم و نمیخواهیم. همین همه شمول که هسته، بفرمایه هر برادر که میخواهی خدمت در سرزمین خود بکنه بفرمایه. ما من حیث یک فرد، من حیث یک افغان در خدمتشان هستیم، در پلویشان هستیم. و واقعا ما جناب احمد مسعود را ندیدم، یک بیانیه شنیدم، خیلی امیدوار شدم که واقعا یک جوانی با احساس است. او از الله میخوام که او احساسش به خاطر ایمان باشه، به خاطر ایمان اسلام باشه، به خاطر سرزمینش باشه. بسیار یک بیانیه کوتاهش شنیدم به رادیو بی بی سی بود، والله اعلم، گفت ما با طالب مشکل نداریم، ما مسلمانیم، طالب هم مسلمان است، مشکل ما سر امی مادیات است.
حق ما هست که حق ما پایمال نشه. دیگه از این گپ از ما بسیار خرسند هستم که او یه دارکت که ما مشکلی عقیدوی نداریم. ما مسلمان، اونها هم مسلمان، مشکل سر از است. به این باره یک برادر با برادر هم جنجال داره و امید است که اونها بیشتر در این باره فکر بکنن و سرزمین خود دوباره به جنگ وسا آغشته نکنن، آتش جنگ رو شعله‌ور نکنن. و الحمدلله از طرف امارات شما شاهد هستیم که تقریبا 20,000 نیرو ما اونجا جمع شده و حدودا یک نیم هفته یا یک هفته شده که اونجا از ولایات مختلف جمع شده هستند. حتی به مساجد نان گدایی هم مؤثر برشان نمی شود و باز هم همونجا منتظر هستند. و تمام علما و محاسن سفیدا و کت خدایی که در بین هست رفت آمد دارن و دستور امیرالمومنین صاحب و نائبینشان همی است که کوشش بکنین که از راه گفتگو حل بشه. اینطور نیست که ما افغانستان گرفته تانستیم پنشیر نتانیم. پنشیر هم به توفیق الله گرفته میشه، ولی نمیخوایم که ما به زور سلاح اونجا وارد شویم، نمیخوایم به زور خونریزی داخل شویم. و کسانی که اونجا هستن برادران ما هستن و سرزمین ما است، وطن ما است. ما هرگز نمیخوایم که اونجا جنگ بشه. اگر جنگ بشه طبعا به اونجا جوان ها از بین میره. هر جوانی که از بین میره به پلی از چند تا در فامیل از چند تا نفوس داره، یعنی 100 تا جوان ما بره، هر جوان ما بس یک سرپرستی یک فامیل است، در هر فامیل 5 نفوس باشه چند میشه؟ 5000 نفر میشه. 500 نفر ما به یک دم بی سرپرست میشه. ما نمیخوایم جوان های خود از بین ببریم، نمیخوایم وطن خود خراب بکنیم. با کمال تاسف که این جنگ آمریکایی سر ما تحمیل کرد. یک نفر بود قسمی که یک کابلی میگفت طالب یک بیرق سفیدش هم حکومت میکرد، بوجی دلار به سرک افتیده بودی نر نبود سونش سی میکرد. شما شاهد همون حالت بودیم. خب ولی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و شرقی‌ها اومدن نظام ما رو خراب کردن، ما رو به خانه ما نموندن. پس این به سر ما واجب بود که ما بجنگیم. یکی به قیمت خون ما میشه، به قیمت وطن ما میشه، خانه ما میشه، مشکل نداره. چرا که پیشتر برایتان گفتم که دین ما برای ما از همه چیز مهمتر است. و اونها اومدن وطن ما رو خراب کردن، اونها اومدن نظام ساخته ما رو خراب کردن. ما به خانه کسی نرفتیم و نمیریم تا زمانی که مداخله نکنه. ما هیچ مداخله نداریم، مداخله کردن باز هم وقت همراهشان گپ میزنیم. خیلی تشکر از شما. تشکر از شما همچنان. سلامت باشین و سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا این لحظه با ما همگام بودین. امید آنچه که سوال شما داشتین و در ذهنتان سوال خطور میکرد بر ما پیام کردین، در کامنت ها نوشتین، گفتین وقتی با طالبا بودین یا با اشخاصی که در امارات وظیفه دارن از اونا بپرسین این سوال ها را. ما تعداد زیاد از سوال ها را پرسیدم و پاسخ هم ارائه شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر بازم شما سوال دارین بنویسین، انشالله در برنامه های آینده وسیله میشیم تا پاسخ پیدا بکنیم به سوال های شما. خداحافظ. سمع الله لمن حمده